صمیمانه به شما بینندگان گرامی، با این امید که خوب و سرحال هستید و با این امید که فرصت باشه پای برنامه پخش مستقیم بشینید که من سیما بهاری با همکارانم سیامک و هادی موسوی تقدیمتون میکنیم. در همبستگی با مبارزات زنان در افغانستان صحبت خواهیم کرد. اما اجازه بدید قبل از اون باز هم به شما سال نو رو تبریک بگم. چند روزی از تعطیلات هنوز باقی مونده، امیدوارم فرصت کرده باشید که تو این مدت تعطیلات بالاخره با دوستانتون، با همراهانتون، کس و کارتون تونسته باشید فرصتی به دست بیارید که پیش هم باشید، خوش بگذرونید، با بچه ها باشید و به هر حال تمدید انرژی بکنید و خودتون رو آماده بکنید باز هم برای دوره کار حتما سخت، طاقت فرسا، زیاد. بالاخره زندگی همین هستش و تو همین روزهای خوب سال نو که به هر حال بهار چهره طبیعت رو قشنگتر کرده بود، بالاخره آدم سرک هر جا میکشید میدید بوی گل و عطر و گلای نرگس و گل یخ و گلای زیبایی که دورورش آدم میبینه مست میکنه آدم رو، اما خبرهای بد، اتفاقات بد زیاد ملاحظه نمیکنن که اوضاع احوال چجوریه و آدم ها تو چه حال هوایی هستن. اتفاقات بد میفته. یکی از اون اتفاقات بد فوت کردن جوانی هست در خرمشهر اساکره که خودسوزی کرده بود در اعتراض به شونه بالا انداختن مسئولین در قبال جوانی که بالاخره میخواد نون بخوره، میخواد کاری بکنه، بالاخره میخواد که جلوی همسر و فرزندانش خجالت زده نباشه و همین لقمه نون رو هم مسئولین شهرداری به سفره اینا نمیبخشه و با بی‌اعتنایی اجازه کار به این دوستمون ندادن و متاسفانه دست به یک اقدام خشن میزنه در مورد خودش و باز هم متاسفانه به خاطر سهل‌انگاری مسئولین، به خاطر نرسیدن به این جوان، جونش رو در دوم فروردین از دست داد. اتفاقی که در تونس افتاد و باعث سرنگونی یک دیکتاتور بزرگ شد و در خرمشهر ما شاهد این بودیم که مردم زیادی در تشییع جنازه عساکره شرکت کردند و یادش رو گرامی داشتند. به هر حال ما هم تسلیت میگیم به خانواده‌اش، به بازمانده هاش و امیدواریم که این خشم و نفرتی که مردم هر روزه دارن با خودشون حمل میکنن بشه وسیله‌ای برای سرنگونی جمهوری اسلامی که بانی و باعث همه این مسائل و مصائب هست. و ما موضوع دیگری که موضوع برنامه ما رو هم تشکیل میده، قتل فجیع فرخنده، دختر جوانی که توی افغانستان به دست مرتجعین و اوباشان به قتل رسید و خیلی وحشیانه جسدش رو سوزوندن و پشت ماشین کشیدن، صحنه های بسیار دلخراشی رو ایجاد کردن و یک برگ سنگین دیگه، برگ وحشتناک دیگه به پرونده جنایات اسلامی ها اضافه کردن و میبینیم که چقدر آشناست این صحنه ها. توی افغانستان اتفاق میفته اما فوری یادآور جنایات جمهوری اسلامی هست. چند مورد یادتون میاد که توی کردستان انسانهایی رو که به خاطر اینکه مثل حکومت فکر نمی کردن کشتن و جنازه هاشون رو پشت ماشین ها کشیدن. چقدر یادتون به اون چیزا میفته؟ چقدر یادتون میاد که اوباشی رو با دهان کف کرده، با تحریک امام جمعه و آخوندای مرتجع محل گسیل کردن به خیابونها توی اصفهان چندی پیش، خیلی وقت ازش نگذشته، اسید به صورت زنای جوان ریختن. چقدر پرونده های آشنایی هست و باز چقدر اعتراضات شکل آشنایی داره، چقدر مثل همان اعتراضات توی افغانستان. اما مردم، زنان به میدون اومدن، پرخروش به میدون اومدن و مشت محکمی زدن به دهن دولت.
به دهن حکومت و به دهن وزیر فرهنگ و اطلاعاتی که ارتجاعی ترین افکار رو با خودش حمل میکنه و با ارتجاعی ترین کلمات به یه صورتی از همین فجایع دفاع میکنه. میگه مردم با تمام جان و دلشون از باورهای دینیشون حفاظت میکنن و حمایت میکنن. این یعنی تایید این عمل به شدت ضد زن، به شدت ضد انسان و به شدت مرتجعانه. بله، اینها آشناست. برنامه امروز ما اختصاص داره به همبستگی با مبارزه زنان در افغانستان، مبارزه‌ای که خیلی رنگ و بو و محتوای همون مبارزاتی رو داره که ما در ایران شاهدش هستیم. ایران زنان و مردان و انسان‌هایی که پای این ارتجاع نرفتن و 36 ساله که تن ندادن به این ارتجاع، ما واقعا روزانه شاهد مبارزاتشون، به همین صورتی که مبارزات رو توی افغانستان و کابل و شهرهای دیگه افغانستان ما شاهدش بودیم، ملاحظه میکنید و میبینید. در راستای همبستگی با زنان افغانستان در سطح بین المللی اتفاقاتی افتاد و این خروش زنانی بود که توی افغانستان حرکت کردن، محکوم کردن ارتجاع رو در یک حرکت نمادین و یک حرکت واقعا فوق‌العاده. تمام خودشون مراسم تشییع جنازه رو اجرا کردن، زیر تابوت رو خودشون گرفتن. اینا تابوهایی هستش که توی کشورهای مثل افغانستان و ایران و اینا غیره حتما هست که مردا معمولا همراهی میکنن. توی اون جامعه مردا رو زدن کنار، خودشون نقابهای یا ماسکای فرخنده رو به صورتشون زدن و به خیابون اومدن، تشییع جنازه رو انجام دادن. امام جمعه مرتجعی رو که میخواست بیاد نماز بخونه و غیره رو راه ندادن، گفتن اصلا اجازه ندارین، و خودشون گفتن ما فرخنده هستیم و خواهان محاکمه عوامل این مسئله شدن. اشاره دوستان میکنن که تلفن رو میتونیم باز بکنیم. البته من منتظر تلفن مینا احدی هستم، ولی اشکال نداره، میتونیم تلفن ها رو وصل بکنیم، اظهار نظر دوستانمون رو بشنویم. هر موقع مینا احدی هم اومدن روی خط، میتونیم که مینا احدی رو هم داشته باشیم. گفتم در سطح بین المللی واکنش ایجاد کرد، توی کشورهای مختلف اعتراضاتی صورت گرفت و در همبستگی با مردم توی افغانستان، در همبستگی با مبارزاتی که داره اتفاق میفته، مردم به میدون اومدن با همین عنوان ما فرخنده هستیم. و من میدونم که دوست عزیز صدای شما روی خطه، خیلی خوش اومدید به برنامه، بفرمایید. سلام و درود فراوان خانم شما بهاری. سلام به شما دوست عزیز. خانم شما بهاری، اصلا که حالا برنامه‌تون که سیاسی و قراره که جنبش‌ها رو سر و سامون بدید که معلوم بریزن تو خیابون، بالاخره یه انقلابی بشه درست درست دیگه هم دیده. بله بله بله. خب ببینید خواهم اصلا که انقلاب و کار مبارزاتی که برنامه داره یه علمه، میدونید که در دنیا امروز همینجوری نیست که معلوم بریزن تو خیابون یه چی میدونم حالا یه حکومت تشکیل بدن و یه چیزی برقرار بشه. باید با راهکارهای علمی شما میتونید استفاده کنید، روش‌هایی که تجربه شده این روش ها رو بیاری در اختیار مردم قرار بشی. اینجوری خب در رابطه با همبستگی با زنان افغانستان و مبارزات مردم توی افغانستان چی میگید؟ خب ببینید درست، من دارم کلیت برنامه رو میگم، من دارم خط فکری که قرار پیشبری دارم میگم. بله. خب این یه جریان فکری به وجود میاره، بعدش که راه روش ها رو معلوم میگه که ما قرار چیکار کنیم، چجوری شروع میشه و نهایتا یه برنامه رو در اختیار حالا بینندگان یا حالا اعضای چیز قرار میده. بله بله. جوریه شما یه برنامه تجیب و ایستان میزنم و دل و دلم میکنم در نمت خرم میکنم شده که جوری پایده نداره. بله. برای یه برنامه ریشه ای رو درست کنم، یه برنامه ریشه چند تا کارشناس کنم صحبت کنم در مسائل که بله. به هر حال خیلی ممنون از اظهار نظرتون، حتما صحبت میکنم راجع به همین مسئله هم. این که ما توی برنامه های پخش مستقیم یک موضوعاتی رو انتخاب میکنیم، به قول این دوستمون مردم هم میان درد دل میکنن، فقط همینقدر نمیمونه. دوست عزیز صدای شما روی خطه، بفرمایید.
سلام خانم برادر. سلام به شما. این آقایی که دو فرمینی خودش رو کشته، اون از ناهنجاریش بوده به نظرم، درسته؟ از چی بوده؟ از ناهنجاریش بوده. یعنی منظورتون اینه که مثلا بیماری روانی داشته؟ بله، آدم عاقل اصلا اول که فکر باید فکر کنه، اول باید کار انجام بده. آدم خودشو میکشه، آدم ضعیفیه، مشکل داشته، ناهنجاری بوده. خب اولا الان ما در مورد دوستمون که خودکشی کرده، خودسوزی کرده توی ایران نمیخوایم صحبت بکنیم. من اول برنامه فقط مثل یک خبر اینو مطرح کردم. بعد از اون اولا همه آدما مثل هم با مشکلاتشون روبرو نمیشن، آدما رو حل‌های مختلفی پیدا میکنن و دست به یک حرکت آنی میزنن و بالاخره اونم قابل صحبت هست. دوست عزیز صدای شما روی خطه، بفرمایید. الو، سلام عرض می‌کنم. من به شما و همکاراتون خیلی ممنون. مینا احدی، خیلی خوش اومدید. خیلی ممنونم، خیلی خوش اومدید به برنامه. مثل همیشه در مورد مسئله فرخنده اقدامات جالبی انجام دادید و صاحب نظر هستید، صاحب یک خط هستید الان که داره پیش میره. خوبه که برای دوستانمون در تلویزیون کانال جدید هم اینو توضیح بدید، اون به خصوص در مورد اون نامه اعتراضی که منتشر شده از چندین انسانی که اعتراض دارن به این مسئله کشته شدن فرخنده، اون رو هم میتونید برای بینندگانمون بگید. بفرمایید. بله، همونطور که شما اشاره کردین، فرخنده دختر 27 ساله‌ای هست که در کابل به دست تعدادی از این اراذل اوباش اسلامی و به تحریک هم مسجد و نمیدونم آخونده توی محل و هم الان دیگه به یه جورای بحث بر مورد همین هست که حکومت و دولت و کسانی که به صلاح در اونجا در حکومت اسلامی افغانستان هستند، بالاخره یه اتفاقی توی اون شهر افتاده. یه دختری که رفته اونجا و داشته با کسانی که دعا می نویسن و پول می گیرن اینا جر رو بحث می کرده و می گفته از سفره خالی مردم همین یه مقدار پول هم که دارن دارید می گیرید به امید این که وضع بهتر بشه، و داشته بیشتر بحث می کرده اونجا. و بعد این گفته شد که قرآن رو آتش زده، که البته در مورد این الان بحث هست که آیا این اتفاق افتاده یا نه. نکته اصلی اینه که فرخنده منتقد بوده و اونجا داشته حرفشو میزده. حتی اگه قرآن را آتیش زده باشه هم اراذل اوباش اجازه ندارن یک نفر رو به خاطر همین کاری که کرده بگیرن و بکشن، ولی گرفتن و به فجیع ترین شکل کشتنش. پلیس اونجا بوده، نگاه کرده و عکس عملی نشون نداده. و متاسفانه به هر حال این فاجعه تو کشور افغانستان پیش اومد. منتها مسئله اصلی به نظر من اینه، بعد از این واقعی که پیش اومد که بعضا هم در افغانستان، در سودان، در کشورهایی که قوانین اسلامی هست، سنت‌های اسلامی هست، بعضا تبدیل شده به یک اتفاق عادی و جامعه بعد از که مثلا دو سه روز میگذره از روش رد میشه، در افغانستان این دفعه دیگه اعتراض شد، این دفعه دیگه مبارزات وسیع شد، این دفعه هزاران نفر اومدن تو خیابون و صدای اعتراضشون رو بلند کردن، طوری که این صدای اعتراض در سراسر جهان شنیده شد. به نظر من این مهمه، یعنی اینکه یک زن رو به خاطر اینکه اعتراض داشت، انتقاد داشت یا بحثی رو داشت انجام میداد، آدمخواران اسلامی جلوی چشم بقیه کشتند، ولی جامعه افغانستان، زنان افغانستان، مردم مدرن آزاده افغانستان بلند شدن و اعتراض کردن و یه پیام به دنیا دادن که اون تصویری که دولت آمریکا، دولت‌های غربی، از جمله دولت آلمان، جایی که من اینجا زندگی می‌کنم و همیشه درگیر این بحث هستیم، این تصویر که اینا از جامعه افغانستان میدن که همه قبیله هستند و همه با اون لباس‌های مثلا با ریش و پشم میان و تمام مردان نمیدونم از اسلام دفاع میکنن، گویی که این جامعه قرنها عقب رفته، این تصویر رو الان این مردم دارن میشکنن. فیلم تظاهراتی که در مرکز شهر کابل پیش بردن مردم، کاملا به نظر من نشون میده که جوونا، انسانهای مدرن مترقی، دست در دست هم زن و مرد رفتن اونجا و دادخواهی دارن میکنن، اعلام جرم میکنن علیه دولت، علیه کسانی که فرخنده رو کشتن. و به نظر من این مهمه. در این حال شما گفتین در مورد همین اقداماتی که ما میکنیم، یکی از سوالاتون اونم جواب بدم. من میخوام بدونم کلا در سطح بین المللی، صدای منو دارین شما؟
مینا احدی، بله. میخوام فقط ببینم که در سطح بین المللی دارین، آره، در سطح بین المللی علاوه بر این مسئله نامه رو حتما مطرح میکنید، اگه اقدامات دیگه ای هم صورت گرفته، واکنش های دیگه ای صورت گرفته میتونید بفرمایید. بله بله، اولش این که در هر حال ما زنان از ایران، ما مردم، زنان و مردان از ایران که 36 سال حکومت اسلامی و جنایات داعش در ایران رو دیدیم و علیهش مبارزه کردیم، خودمون رو در صف مبارزه زنان و مردان آزاده در افغانستان میبینیم و ابراز همبستگی میکنیم. از طریق همین تلویزیون من یه بار دیگه همبستگی عمیق خودم، حزب کمونیست کارگر ایران و تمام دوستانمون رو که در سطح بین المللی چهره شناخته شده ای هستن و دارن از حقوق زنان دفاع میکنن، با مردم و با زنان افغانستان به ویژه اعلام میکنم. ما یه کاری که کردیم این بود که یه نامه نوشتیم و همین همبستگی خودمون رو اعلام کردیم، زنان و مردان از افغانستان، از عراق، از ایران، و این نامه الان 240-250 نفر اون رو امضا کردن، از جمله چند نفر از نمایندگان پارلمان از خود کشور افغانستان، چند نفر از فعالین مدافع حقوق انسانی، نویسندگان، شاعران و هنرمندانی از افغانستان این نامه را امضا کردن. در این حال از کشور عراق تعداد زیادی از دوستان فعالین مدافع حقوق انسان و شخصیت‌های سرشناس از ایران، مثلا مریم نمازی، حمید تقوایی، نازنین افشینجم و تعداد خیلی زیادی از چهره‌هایی که در مثلا در دفاع از حقوق انسانی فعالن، مثل عبدالله اسدی یا شیوا محبوبی و مهین علیپور و تعداد دیگه‌ای که اسمشون الان نمیگم، ولی به هر حال این امضا کردیم. در این حال ما اعلام سه روز همبستگی با فرخنده رو کردیم که فردا جمعه، شنبه، روز بعدش و یک شنبه هست و در کشورهای مختلف قرار تظاهرات ها، فلشموب، رقص، نمیدونم مجموعه اقدامات به اصطلاح اعتراضی در این حال در مقابل سفارتخانه های افغانستان برگزار بشه و شبهای همبستگی با فرخنده. همه اینا برای این موضوع هست که جلب توجه افکار عمومی بین المللی بشه به اتفاقی که در افغانستان افتاده. من فقط این رو بگم، خوشبختانه رسانه های بین المللی بعد از تظاهرات های گسترده که در کابل شد و بعد از تصویر و به اصطلاح فیلمی که اومد از این تظاهرات ها، خیلی در مورد این موضوع نوشتن، یعنی به زبان های مختلف رسانه ها نوشتن. و در این حال ما میخوایم یه بار دیگه همبستگی بین المللی رو جلب کنیم به این اتفاقی که در افغانستان افتاده. من در این حال میخوام از نقش برجسته حزب همبستگی در افغانستان اینجا صحبت کنم. تظاهرات سه‌شنبه را اون دوستان فراخوان داده بودن، 3000 نفر تو اون تظاهرات شرکت کردن و واقعا یک پیام بسیار پیشرو و مترقی به دنیا دادن و اونم اینه که مردم افغانستان هیچ فرقی با مردم اروپا و کشورهای دیگه ندارن، اونا از آزادی، از مدرنیته، از حقوق انسانی، از حقوق زنان دارن دفاع میکنن و بر علیه یه اراذل و اوباش هستن که روزانه جنایت میکنن، حکومت اونجا در دست دارن و این مردم دارن صدای اعتراض خودشون رو بلند میکنن. برنامه هایی در آینده آیا هست که مشخص باشه که میخواین چه کار بکنین، چه جوری میخواین این مسئله رو بیشتر تو سطح بین المللی مطرح بکنین؟ یکیش اینه که چهره های سرشناس بین المللی که هستن مثلا مصاحبه کنن با رسانه های بین المللی، که درخواست کردیم از دوستانی که امضا کردن سعی کنن این کار رو بکنن. مثلا در کانادا از دوستانی که امضا کردن خواستیم که مصاحبه کنن و مطلب بنویسن برای رسانه ها. در خود آلمان مثلا خود من دیروز مصاحبه کردم با رسانه های آلمانی، منعکس کردم امروز، و در کشورهای دیگه. یکیش اینه که گفتیم شبهای همبستگی برگزار کنید، مراسم بذارید، شمع روشن کنید، خاطره، سخنرانی، این برنامه ها رو بذارید که بعضا الان تو مثلا تو آمریکا در چند شهر این برنامه ها برگزار شده و در شهرهای دیگه از جمله در نروژ قراره برگزار بشه برنامه هایی، در سوئد مجموعه اقداماتی رو دوستان در نظر دارن و در کشور آلمان. در این حال خواستیم که با سفارتخانه های دولت افغانستان تماس گرفته بشه، حتی اگه بشه سفرا رو برن ببینن دوستان ما، نامه اعتراضی ببرن و در حقیقت از خواستهای مردم افغانستان و از خواستهای حزب همبستگی که مطرح کرده دفاع کنن. یه مجموعه اقدامات ما به زودی به هر حال اطلاعیه میدیم و دقیق تر میگیم که کدوم کشور، کدوم شهر
حرکت‌های اعتراضی برگزار خواهد شد. بله. در پایان گفتگومون دوست دارم که خطاب به مردمی که صداتون رو میشنون، چه مردم افغانستان، چه مردم ایران، چه مردمی که تو سطح اروپا هستن صداتون رو میشنون، فکر میکنید که چه کاری میتونن بکنن، چه انتظاری ازشون دارید؟ اول از مردم ایران، از همه عزیزانی که پایین برنامه نشستن دعوت میکنم به هر طریقی که میتونن اونا هم ابراز همبستگی بکنن. یعنی مثلا همونطوری که گفتم میشه دور هم جمع بشین و شمع روشن کنید و یاد فرخنده گرامی بدارید، و در این حال این یک نمونه خیلی خوبی هست برای ابراز همبستگی با مردم افغانستان. خیلی از افغانستانی ها از اونجا فرار کردن، اومدن در ایران دارن زندگی میکنن، همه با هم میشه این رو در این حال یک برخورد و عکس العمل به شوونیسم و فاشیسمی هست که جمهوری اسلامی علیه افغانستانی ها در ایران هم پیش میبره. این شبهای همبستگی به نظر من میتونه در خود ایران هم برگزار میشه، یا ابتکاراتی که خود مردم یا جوان ها میتونن در ایران پیش ببرن. از طرف دیگه به زنان در افغانستان، به مردم افغانستان درود میفرستن. به نظر من این یه نقطه عطف بزرگ هست در کشور افغانستان داره اتفاق میفته. بحثای زیادی اونجا الان دامن زده شده و در این حال ابراز وجود یه جنبش مدرن مترقی هست که مهمه دنیا اون رو ببینه، و یه بار دیگه همبستگی خودمون رو ما داریم با زنان و مبارزاتشون در افغانستان اعلام میکنیم با مبارزات مردم در افغانستان. تا اونجایی که به سطح بین المللی برمیگرده، خب همیشه این تصویر رو از طرف رسانه ها دادن که افغانستان یک کشور اسلامی، عکس طالبان هم میشه یا زنانی که برقع تنشون هست، و این تلاش و این تقلای جامعه به اسلام مردم، جامعه مترقی و مدرن در افغانستان رو همیشه رسانه ها یا ایگنور کردن یا توجه بهش نکردن، و الان این داره خودش رو به یه نحوی تو به سطح بین المللی مطرح میکنه. از همه مردمی که در کشورهای مختلف دارن این برنامه رو میشنون، تقریبا به زبان فارسی هست، دعوت میکنم ازشون که در این شبهای همبستگی همراه باشن با این حرکت، و هر کس به هر طریقی میتونه ابراز همبستگی کنه، خبر رو پخش کنه. مردم افغانستان به ویژه زنهای افغانستان باید ببینن نه فقط تنها نیستن، بلکه موجی از همبستگی و دریایی از محبت از طرف مردم در کشورهای مختلف اروپایی، از مردم ایران و از همه جا به طرف اونا به طور سرازیر داره میشه، به خاطر اینکه شجاعانه دارن مبارزه میکنن و پرچم دفاع از برابری حقوق زن و مرد رو بلند کردن. خیلی متشکرم از شما مینا احدی. امیدوارم که اگه فرصت داشته باشید پای برنامه‌مون بشینید، اگر یه جایی لازم دیدید باز هم ما رو همراه باشید، همراهیمون بکنید، و اگر نکته‌ای هست که فکر می‌کنید حتما برای مثلا بینندگان لازمه که توضیح بدید، ما خوشحال میشیم که شما رو همراه داشته باشیم. خیلی ممنون از فرصتی که در اختیار من گذاشتید. خواهش می‌کنم، روزتون بخیر. بله، بینندگان گرامی، فکر می‌کنم با صحبت‌هایی که مینا احدی کرد و به هر حال صحبتایی که خودمون شروع کرده بودیم، میتونیم الان برنامه‌مون رو ادامه بدیم. دوست عزیز، صدای شما روی خطه، بفرمایید. من از لندن تلفن میکنم. خوشبختانه این خبر رو شنیدم که به دفاع از در واقع فرخنده، یعنی در واقع و علیه این عمل فجیحی که انجام گرفت، بله، و به حمایت از خانواده ایشون و تمام کسانی که برای برابری زن و مرد دفاع میکنن، یک جریانی به نام جستیس فور فرخونده، یعنی عدالت برای فرخونده، یک فراخوان داده برای این یک شنبه، بله، 29 ساعت 5 بعد از ظهر توی میدان مرکزی اون به نام ترافلگر سکوئر. بله، میخواستم اینه در مرحله اول بگم که توی لندن هم این حرکت هست. بسیار عالی است. همین یک شنبه که داره میاد. و بعد نظر خودم بگم. قبل از اینکه نظر خودتون رو بگین، میتونید یک بار دیگه ساعت برگزاری این مراسم رو بگید که اگر دوستانی هستن میشنون بتونن به شما بپیوندن. ساعت 5 بعد از ظهر همین یک شنبه که داره میاد. بله. 29 مارچ. بله. بله، خیلی ممنون. خب ادامه بدید حالا. بله، من میخواستم بگم که در واقع این جزء حق اولیه هر انسانه که
به هر شکلی که دوست داره و بدون این صدمه زدن به هر انسانی در واقع اظهار نظر بکنه، اگر چیز رو دوست نداره، اگر مذهبی رو دوست نداره، اگر کتابی رو دوست نداره و اگر ایدهی و عقیدهی رو هم دوست نداره. میخوام بگم که در واقع این حقوق اولیه هر انسانیه که اگر کتابی رو دید که در واقع توش به هر دلیلی در واقع بویژه کتابی که من عقیده دارم، کتاب قرآنی که در واقع پر از نابرابریه، بله. یعنی روایت ها و پیام های نابرابریه که بین زن و مرد و پر از در واقع دستورات و امرهایی رو در اون گنجانیده که در واقع هر کس اون رو تابعیت نکنه در واقع باید بره، یعنی با تهدید به جای استدلال آوردن تهدید به جهنم میکنه، پر از نابرابری در بین انسان ها و احترام نگذاشتن به در واقع کسانی که عقاید دیگه ای رو دارن. دوست عزیزم لطف کنید کوتاه کنید، بیننده هامون پشت خطن، یک خورده کوتاه تر بکنید. ممنون میشم ازتون. به هر حال صحبت کوتاه من اینه که هر کس به نام آزادی کامل دنبال آزادی کامل باشه، حق داره هر کتابی رو که دوست نداشت به هر شکلی که دوست داره اونو رد بکنه، حتی بسوزونه، حتی پاره بکنه، و هر تصویری رو که دوست داشت بکشه. و بله، و این حق طبیعی تمام انسان هست. خیلی متشکرم از شما و موفق باشید برای تظاهراتتون روز 29 ماه مارس در لندن، میدان ترافلگار، انقدر که متوجه شدم من. خیلی این با شکوه هست، این اظهار همبستگی، و اینکه ما میبینیم در نقاط مختلف دنیا این همبستگی داره اتفاق میفته. دوست عزیز صدای شما روی خط، بفرمایید. سلام سیما باری، شبتون بخیر و خسته نباشید. خیلی متشکرم، شما هم خسته نباشید، بفرمایید. من اول درخواست میکنم از زنان افغانستان، بله، چون این موقعیت ها هر چی میتونن که در ایران هم در افغانستان بیان رو خط و این کانال تلویزیونی از خودشون بزنن، در مورد این مورد مهم حرف بزنن. بله، سپاسگزار میشیم و ما صداشون رو بشنویم. بله. بعد فرخنده رو کشتن، اون هم به فجیع ترین شکل ممکن، که فقط از دست جانیان خدا باور چنین جنایتی در میاد. فرخنده زنی حدود 27 ساله دارای فرزند و مخالف حکومت اسلامی افغانستان بود. او را به جرم پاره کردن چند برگ از کتاب قرآن روی ضربات چوب و چماق و مشت و لگد کشتن. معلوم هم نبود که واقعا این اتفاق افتاده یا نه. در زیر خودروی جنازه‌اش را زیر کردن و به آتش کشیدن، اونجا به آبهای گلالو سپردن. فرخنده تو این جنایتی که در حقش شده تنها نبوده، و این جنایت تنها جنایت ممکن در حق زنان ما نبوده. دست ها و دامن این جنایتکاران سال هاست که به خون بیگناهان ما به خصوص زنان آلودن. هیچ بهانه ای هم برای این گونه اعمال ضد انسانیشون لازم نیست. کافیه که زن باشی، همین یک جرم بسه. مثل اینکه وقتی به دنیا میایی رنگ چهره شما متفاوت باشه، یا از قوم دیگری باشی، یا بیگانه و از کشور دیگر، یا افکار شما متفاوت از حکومتگران خدا باور باشه. بله، زن بودن جرمه. میشود در خلق اسکیت او را حسیل و مورد خلیل فروش قرار داد. میتونم او را به حکم اسلام تمام حق در پستوی خانه نگردش. میشه هیچ حقوق انسانی برای او قائل نبود. میشه او را کتک زد تا به قول خودشون تربیت کرد. میشه او را به سن 9 سالگی به ازدواج مردان 50 و چند ساله در آورد و مورد تجاوز رسمی و قانونی قرار داد. میتوان از کار و تحصیل او جلوگیری کرد، میتوان و باید که از عاشق شدن او جلوگیری کرد و در صورت تخلف او را کشت. میتوان
میتوان و شرعی هم هست که در یک زمان با زنان متعدد عقدی و صیغه‌ای و کنیزان متعدد روابط جنسی داشت، اما اگر هر کدام از آنها به کسی دیگری دل ببنده میشه او را کشت. اصلا وجود حرمسراها در کشورهای اسلامی پایه و اساسش هم همینه. نمونه های تاریخی زیاده از زمان کوتاه کنید لطفا دوست من. نمونه خواهش میکنم دو دقیقه به من فرصت بدید. الان میدونید بینندگانمون پشت خطن، خودتون میدونید که مشکله یه مقدار خط آزاد بشه. خانم بهاری جانم، من دختر من در سن 6 سالگی برای کلاس اول روسری سرش نبوده، روسری سرش نبود، اونو در مدرسه ثبت نام نکردن تا جلوی چشم خودشون. من با خودکار مشکی موهاشو پوشوندم و جلوی چشمشون دادم بهشون. من مزاحمتون میشم، از اینکه وقتتون رو به من دادید سپاسگزارم. خواهش میکنم دوستان عزیز، خیلی خیلی ما ممنونیم از شما که میایید روی خط اظهار نظر میکنید و ما رو واقعا خوشحال میکنید، ولی با توجه به اینکه بینندگانمون سخت خط رو آزاد میکنن و میخوان بیان روی خط، ما مجبوریم ماکسیموم 3 دقیقه وقت بدیم به شما. بیشتر 2 دقیقه سعی بکنید صحبتاتون رو کوتاه و خلاصه بکنید. خیلی ما خوشحالیم، ما هم شرمنده هستیم از اینکه یه وقتایی مجبور میشیم که به شما وسط صحبتتون تذکر بدیم. به هر حال صحبت‌های خیلی خوب و شنیدنی از دوستانمون میشنویم که در قوانین اسلامی کافیه که تو فقط زن باشی، احتیاج نیست که جرمی به قول معروف مرتکب شده باشی. زن بودن تو اولین مبنای گناهته. و مینا احدی هم گفت که فرخنده رو میگن به خاطر اینکه قرآن رو سوزونده. الان کلی بحث هست، صحبت هست سرش که فرخنده یک آدمی بوده که نقد داشته. ولی تصور بکنید حتی اگه آدم قرآن رو هم بسوزونه، قرآن مگه همون کتابی نیست که مبنای همه نابرابری ها، همه کشتارا، ایجاد خشونت، جامعه طبقاتی اینا رو تقدیس میکنه و ارائه میده، میگه جامعه باید اینج بر این مبناها باید سازمان پیدا بکنه. دوست عزیز صدای شما روی خط، بفرمایید. الو سلام علیکم. سلام به شما دوست عزیز. خسته نباشید خانم. خیلی متشکرم، شما هم خسته نباشید. این مخاطم حقیقت راجب همه بنده خدا که سوزندن ایشون پسر آموش شاگرد منه. بله. پسر آموز شاگرد من در اینجا قسم میخورن، الان اینجا چند تا خانواده هستن، اینا واقعا همه در شکن، همه ناراحتن، عزادارن. اینا واقعا یه مشتی عوازل اوباش ارز کنم به حضور جنابالی، بین افغانستان فرهنگ نداره. فرهنگ افغانستان اینه، اصلا ما این میگیم دیوانه بوده، اصلا روانی بوده، اصلا قرآن قبول نداره، اصلا قرآن سوزنده. ولی بالاخره قرآن سوزنده، برای یه قرآن سوزندن یعنی واقعا مجازات شدید بگیری، از اون تو خیابون آتش بزنی بکشی. اینا میتونستن اینو بگیرن، مامور غرق مامور اینو میتونست دستگیر کنه، به توسط مقامات بالا از جریمش کنن، زندانش کنن و حق نداره یه انسان یکی برز مجانه بودی بکشن. یه جوره بلان بسراموش اینجا شاگرد منه. از اونم بزرگ جنابالی، این فرهنگ اسلامی ها جوریه، فرهنگ اسلامی ها خودی از این بهتر نمیشه. فرهنگ اسلامی ها یه جوره، مخصوصا ایران و با افغانستان. حالا شما برو تو آمریکا، برو تو از اومد جنابالی کشورهای اروپایی، بنام یه جور برنامه نیست، یه جور حسابی نیست. ولی متاسفانه تو کشورهای اسلامی چون فرهنگ تو باینه ملا صفت هنی عرض کنم به حضور جنابالی جوریه. ولی خدا یه عقلی بشو بده، خدا یه شعوری بشو بده اینجوره. حالا این میگه اینم منفعت داشتی، میگه اینم اسلامی بوده، این میگه اصلا من کاری به اسلام ندارم، کاری به هر چیزی هست، انسان هر بیتونه هر راهی دوست داشته باشه. هر عرض کنم جنابالی راه ادامه بده و حالا دیگه قرآن سوزندن واقعا یه جرم شه که هیچ کار میکنن. خیلی متشکرم، خیلی ممنونم از اظهار نظراتون. اینکه فرهنگ نیست حتما راجبی صحبت میکنم. دوست عزیز صدای شما روی خط، بفرمایید.
الو بفرما. سلام، من از تهران زنگ میزنم. راستش رو بخوای من کنم طرفدار دکتر مصدق هستم، زیاد با چپا بیونه خوبی ندارم، ولی موضوع برنامه تونه که دیدم واقعا مصر شدم بیام روی خرد، چون واقعا من اون فیلم رو دیدم و الان واقعا چند روز اصلا حالم بده و اصلا باورم نمیشه که واقعا تو این قرن 21 و تو این نمیدونم دنیای امروز واقعا همچین صحنه‌هایی باز مشاهده باشیم که اتفاق بیفته. و میخواستم نفرت و بیزاری خودم رو از این اراذل و اوباش اعلام کنم و درود بفرستم به تمام زنان و مردان آزاده افغانستان که سکوت نمی کنن در برابر جنایتی مثل این جنایت سمیان تو خیابون و نفرت خودشون رو از این اوباش اعلام می کنن. و میخواستم بگم که من خودم توی خانواده مذهبی متأسف بزرگ شدم تو تهران، ولی واقعا این صحنه هایی رو که دیدم و میبینم واقعا باعث شده که واقعا از اسلام بیزار بشم و من خیلی ساله که دیگه نماز و روزم انجام نمیدم و میخواستم از این روحانیون بپرسم، شما که میگید اسلام دین رحمت و مروته، شما که میگید پیامبر اسلام در برابر کسایی که بهش توهین میکردن اهانت میکردن با محبت با اونا برخورد میکرد، نمیدونم عیادتشون میرفت اگه کثافت رو سرش میریختن، شما ها که این حرف رو میزنید پس چرا این جرایت رو محکوم نمی کنید؟ پس این نشون میده که شما دارید دروغ میگید. خیلی نکته خوبی گفتید، ممنونم از شما دوست عزیز و بسیار بسیار نکته جالبی بود. توی قرن 21 ما نه تنها شاهد سوزوندن یک انسان به خاطر اختلاف عقیدش هستیم از جانب واقعا جونورای اسلامی، بلکه خیلی وقت پیش نیست که زنان رو توی قفس کردن، همپالکیاشون توی عراق و سوریه و غیره، داعشیا منظورمه، بردن و فروختن زنان رو، نرخ گذاشتن روشون و زنان رو فروختن. این اسلام صدر اسلام این اون موقع، به خاطر اینکه این چیزا توی قرآن رسمیت داره. توی قرآن میگن غنایمی رو که توی جنگ به دست آوردین مال خودتونه، هر جور دلتون خواست استفاده بکنین. زنا جز غنایمن. مردا رو به عنوان نیروی کار و برده و غیره استفاده میکردن، زنا رو به عنوان کنیزای جنسی، برده های جنسی ازشون استفاده میکردن و چون میشه بفروشیشون پولی در میارن، جنس هستن، کالا هستن، میشه برد و اونا رو فروخت. زنجیر بس به پاشون. قرن 21 داره این اتفاقات میفته. زنان و مردان توی افغانستان واقعا شجاعت به خرج دادن که توی این وانفسا مقابل این جونورای اسلامی، مقابل این مرتجعین ایستادن و گفتن قبول نمی کنیم، نمی پذیریم دیگه. توی ایران 30 چند ساله اگر دستشون می رسید و اگه مردم سکوت می کردن، از افغانستان و از گروه داعش و از طالبان بدتر می کردن. مردم توی ایران ساکت نبودن، علارغم همه کشتار، علارغم دستگیری ها، علارغم این که سعی کردن واقعا بخشکنن هر ریشه آزادی خواهیه، هر صدای آزادمنشیه، سعی کردن خفه کنن اینا رو، ولی قبول نکردن مردم. و 30 چند ساله که ما شاهد اعتراض مردم، مبارزه مردم، هر جوری جلویشون رو میگیرن، سد میکنن، از یه جای دیگه این اعتراضات و مبارزات رو میبینیم که سر بلند میکنه و بیرون میزنه. قرآن، همین کتابی که الان حالا سرش جنگ و دعواست که سوزوندن یا نسوزوندن، همه این چیزها رو حقانیت میبخشه. دولتای مرتجعی مثل ایران، جمهوری اسلامی، مثل افغانستان با طالبان و غیرشون، با نمیدونم القاعده شون، یه جاهایی مثل عربستان سعودی، این کشورها با اتکای به قرآن حقانیت میدن به اعمال و رفتارشون، سر میزنن. اگر کسی اعتراض بکنه و قبول نکنه گردنشو میزنن. توی ایران مقابل چشم بچه ها و بزرگا و کوچیکا آدما رو حلق‌آویز میکنن، با جره ثقیل میکشن بالا. و این مهم نیست که ببینن بچه‌ای داره از مدرسه برمیگرده، چند وقت پیش یه
مامانه داشت میگه ما که بچه همونو نمیبریم وایسیم صحنه اعدام ببینیم. بچه داره از مدرسه برمیگرده، یه دفعه چشمش میفته میبینه. دوست عزیز صدای شما روی خطه، بفرمایید. سلام علیکم خالد. سلام به شما. خسته نباشید. خیلی متشکرم، شما هم خسته نباشید. ما درباره همین دختر خانم که تو افغانستان آتیش زدن، بله. تمام مقصرای اینا، تمام کارایش دست خود دولته. بله. اگر دولت یک دولت قانونی باشه، نمیشه در داخل شهر خود افغانستان در نزدیکی پایتخت هم چه اتفاقی بیفته. درسته. درسته. آره، همیشه حق زنها پایماله، همیشه اینا دولت ارج و مرج میکنه که حق زنها هیچ وقت به دست نیاره. درسته. شما خودتون افغانستانی هستی؟ بله بله، من افغانستانی هستم. واقعا متاسفم از این کارهایی که این آقایونه که دوروبرش همه تماشاچی بودن، یک انسان واقعی اونجا نبودن که اینا رو بگه دست نگه دارین این چی جرم کرده. پلیس وایستاده نظاره کرده، نگاه کرده. بله، واقعا یک انسان درستی اونجا نبوده که مثلا اینا رو بگه که شما به دلیل چی اینه میزنین، این خانم چرا، گناهش چیه. این جادوگرایی که دوروبر خیابون نشستن دو تاویز و نمیدونم فلان اینا میخوای بده، اینا کلنش مقصرش دولت افغانستانه. درسته. خیلی ممنون دوست عزیز از اینکه شما اومدین روی خط، همراه بودید با ما. حتما برنامه‌هایی هست در سطح بین‌المللی در دفاع از حقوق زنان، در همبستگی با مردم افغانستان حتما هست. امیدوارم که شما هم هر جا که هستید مشغول سازمان دادن چنین برنامه‌هایی باشید. تشکر خواهرم. خیلی ممنون. خیلی ممنون. یکی از دوستان بینندمون فراخوان داد به زنان افغانستانی که بیاید روی خط صحبت بکنید. منم اینجا یه تأییدی میذارم و یه تأکیدی میذارم روی این صحبت، میگم که بیاید حرف بزنید، حرف دلتون رو بگید. دوست عزیز صدای شما روی خط، بفرمایید. سلام خانم باقی. من سلام بشم. بفرما دوست عزیز. خسته نباشید. من یه نکته رو میخواستم عرض کنم خدمتون در تأیید حرفای شما و حرفای بقیه مردمی که دارن زنگ میزنن، ولی میخوام یه مسئله رو یه کمی بزرگتر کنم و بگم که مثلا به چیزی رو، دختری رو که مسلمان ها توی افغانستان سوزوندن، یا آقای یونس که جمهوری اسلامی که اونم باز همون مسلمان هایی به اصطلاح در قدرتن، اونا مجبورش کردن که خودسوزی کنه، اینا خیلی شبیه به همه. بله، درسته. و خدمت درست کنم که فقط من به خاطر اون آقایی که زنگ زد و گفت یونس به اصطلاح یه متعادل روحی نداشته حتما فلان، در عرض یه دقیقه میخواستم یه توضیحاتی در این خصوص بدم. اشکال نداره، بفرما. یونس عساکر جوان 32 ساله اهل خرمشهر متأهل بود، دارای یک فرزند، یک همسر و دو فرزند و همچنین یک دکه میوه فروشی داشت. این دکه تنها منبع درآمد خانواده وی بود. یونس در یک منزل اجاره‌ای زندگی می‌کرد و اخیراً قرارداد اجاره آن منقضی شده بود و صاحب خانه از او خواسته بود که منزل را تخلیه کند. یونس عساکر هنگام مراجعه به محل کارش با تخریب دکه‌اش توسط ماموران نیروی انتظامی و شهرداری روبرو می‌شود. او با مشاهده این صحنه و فشارهای معیشتی و هزینه‌های شب عید و خانه‌ای که باید آن را تخلیه کند و با دکه‌ای که نابود کرده‌اند، در یک لحظه بحرانی، واقعا این مهمه، در یک لحظه بحرانی یک تصمیم می‌گیره. مگر انسان چیه؟ وقتی فیوز پران دیگه کسی نمیتونه جلوشه بگیره. این نیست که آقا خوب آدم خودش آتیش بزنه، نه، مسلمه که خوب نیست. خود اونم اگر یک لحظه توقف میکرد، اگر شاید جلوشه میگرفتن بعد فکر میکرد، حتما میفهمید که این کار راه درست مبارزه نیست. اما دیگه از انان از دستش رفته. خودش رو در روز شنبه 14 مارس 2015 در مقابل شهرداری دست به اصطلاح دست به خودسوزی میزنه و میخوام با توجه اون آقا رو جلب کنم که خودش هم اگر در این شرایط قرار بگیره ممکنه یک کارایی بکنه که بعدا پشیمون بشه.
و اینو من فقط میخواستم تذکر بدم که با دقت بیشتر این مسئله رو مردم بررسی کنند. بله. در نظر داشته باشن. بله. قربان شما. خیلی متشکرم. خیلی ممنون از شما. منم یادداشت کرده بودم اینجا که حتما در رابطه با این موضوع صحبت بکنم، برای اینکه یه جورای بی انصافی همینجوری فقط بگیم دوچار ناهنجاری روحی بود. دوست عزیز صدای شما روی خط، بفرمایید. سلام علیکم خانم باری. سلام به شما. خسته نباشید. خیلی متشکرم. شب شما بخیر. من میخواستم بگم که اگه من باشم به جای رئیس جمهور ایران. بله. الو. بله بله صداتون هست، بفرمایید. من کله افغانی همه رو میبرم تو ایران. الهیشا که نیستید و مردم هم بهت اجازه نمیدن. مردم هم همینجوری وای نمیزن، مگه گنجیش کن که کلشون رو همینجوری ببری. و خوشبختانه همپالکی های تو رأس حکومت هستن و تلاششون هست که این کارا رو بکنن. تنها نیستی تو، منتها نیروی بیدار انسان ها، وجدان های بیدار هستن و مقابل شما وای میستن و شما از همین ناراحتین. اگر دنیا دست شما بود و شما میخواستید که قانون درست بکنید و مملکت به چرخونین و تو دنیا بخواین تأثیر داشته باشین، همین کارا رو میکنین. مگه نکردین؟ مگه کم آدم کشتین که این نمونه مثلا دومی باشه یا سومی باشه؟ به هر حال ادامه میدیم صحبتمون رو. باز هم از شما دوستان بیننده، به خصوص از شما زنانی که پی این قوانین اسلامی هر جایی که رفتین یه جوری به تنتون مالیده شده، میخواییم که بیایید روی خط و صحبت بکنید، اظهار نظر بکنید، حرف بزنید و دوستان خودتون رو تشویق بکنید که بیان روی این خط صحبت بکنن. یکی از بیننده هامون گفتش که مردم میان این روی این خط فقط درد دل میکنن، این راه چاره نیست. من میخوام بگم که همین درد دل ها خیلی کمک میکنه برای اینکه راه چاره واقعی رو پیدا بکنیم و آدمای مثل خودمون رو پیدا بکنیم. دوست عزیز صدای شما روی خط، بفرمایید. شما هم خسته نباشید دوست عزیز، بفرمایید. از حضور شما اگر برای من وقت میدید من یک دقیقه صحبت کنم. من از افغانستان زایمتون میشم خانم بهاری، راجع به این موضوع برنامه تون. بله بفرما. میخوام بگم که خانم بهاری ادامه بدید. بعد به خدمت شما عرض شمد که از پری روز که این تظاهرات راجع به سرکار خانم فروتن و فرنده شروع شده، من در هر نقطه شهر و در هر نقطه در هر مکان آخوندی که میبینم علاوه بر این که امامشو برداشته ریشاشو هم قشنگ تراشیدن اصلاح میکنن، یعنی فرار میکنن از منطقه. این یک گذشته اون که فردا بعد از نماز جمعه تمام زنان افغانستان در همه استانها متحد شدن، اعلامیه زدن که بعد از نماز جمعه در سر تا سر افغانستان تظاهراتی برپا میشه ضد آخوند. ضد یعنی چی؟ به خدمتون عرض کنم که تمام اینا باید سرکوب بشن. و گذشته از این برادری که زنگ زد گفت من اگه در جمهور ایران باشم تمام افغانی ها رو سرشون رو میبرن، نه اینجوری نیست، همه همش اینجوری نیستن. میخوام بگم درود بر ملت شریف افغانستان. من الان 12 سال تو افغانستان خانم باقی زندگی میکنم. بله. من فکر میکنم همی الان تو اروپا همش اینجوری نیستن. اینا این چند تایی که عرازل و او باشن اینا پریشب من زنگ زدم خدمتتون، اینا با پشتیبانی کمیته امداد امام خمینی در کابل این کاری کردن، خانم فرنده رو به این وحشیانه به شهادت رسوندن. درسته. متوجه شدین؟ بله بله. اگر سوالی دارید بنده در خدمتتون هستم. خیلی متشکر، ممنون از این خبررسانی که کردید برای فردا که تظاهرات هست و زنان در افغانستان اینو فراخوان دادن. درسته؟ سر تا سر افغانستان. بله بله. استانها. بله بله. خیلی متشکر. خیلی ممنون از شما. بسیار نکته به جایی هست که مردم افغانستان
مردم مدرنی هستن. تصویری که دولت ها میدن معمولا همینه، از ایران هم همینجور تصویر اینجوری میدن که مردم توی ایران خودشون حجاب انتخاب میکنن، زنا خودشون انتخاب کردن، مردم اون حکومت رو میخوان، ولی واقعیت چیز دیگریه. انقلاب سال 88 تصویر رو برگردوند. مردم توی دنیا دیدن که جمعیت زیادی ریخته تو خیابون و این حکومت رو نمیخواد، میگن مرگ بر دیکتاتور، عکس خامنه ای رو آتیش میزنن، زیر لگد میندازن، روش را میرن و دیدن که مردم اینجوری نیستن. مردم این حکومت رو انتخاب نکردن، این حکومت با سرنیزه و با اعدام و با شکنجه داره به مردم حکومت میکنه. توی افغانستان هم دقیقا همینه، میخوان نشون بدن که مردم توی افغانستان یه مش ریشوی با لباسای دراز بدریخت میان توی خیابون و میسن دارن شعار میدن و امامه به سرن و فتوای قتل غیره میدن. مردم افغانستان همونایی هستن، همون زنانی هستن که اومدن توی تشییع جنازه فرخنده و امام جمعه رو راه ندادن، گفتن برو کنار، شما دارین فتوای قتل میدین، شما آدما رو تحریک میکنید، به جون زنا میندازین، الان میخوای بیای براش نماز بخونی، برو بیرون. بیرونش کردن. مردم همونان، اونا مردم افغانستان هستن، مردم انسان دوست، مردم خوب، مردم مهربون، عین همه جای دیگه، همه جای دنیا همین جوریه. مردم به خاطر اینکه ایرانی هستن خوب نیستن، یا به خاطر اینکه افغانستانی هستن خوب یا بد نیستن. باید ببینین مردم کجا قرار میگیرن، از کدوم مردم داری حرف میزنی؟ از مرتجعینی که دستشون تو جیب دولت و دارن پول میگیرن و ثروت میاندوزن و ارتجا تولید میکنن و فتوا میدن، اونا یه بخشی از مردمن که هر جا که باشن همین کارا رو دارن میکنن. بخش قابل توجهی از مردم، اکثریت مردم زندگی خوب میخوان، زندگی راحت میخوان، مدرن هستن، میخوان که بتونن راحت عقیدهشون رو بیان بکنن، میخوان کسی کاری به کارشون به این معنا نداشته باشه و میخوان اگه دولتی سر کار هست مسئولانه به یه قضیه برخورد بکنه. دوستمون گفت ماجرای خودسوزی یونس عساکره یه جورایی مثل مسئله فرخنده است. منم ربط میدم اینا رو به هم دیگه، منم اینا رو ربط میدم به هم. دوست عزیز صدای شما روی خط، بفرمایید. الو، سلام علیکم. سلام به شما. خسته نباشید خانم. خیلی متشکرم. اگه ممکنه لطف بکنید اون صدای تلویزیونتون رو کم کنید و صحبت بکنید، توی تلفن صحبت بکنید. باشه، چشم. آجی خانم، من در برای چیز خوب صحبت میکنید. این کلا مردم که صحبت میکنه واسه اینکه این خانم مرده یا سوخته باشه، واسه اینکه نزدیک تو زابل 17 نفر بیگناه کودک کوزان که مرد، واسه اون تلاش نمیکنه. او در ولایت هلمند هم هر روز بیگناه بچه و پسر و زن و هر چیز میمونه، تلاش نمیکنه دولت افغانستان. من واسه این تلاش کردیم که چرا دولت افغانستان برای اون صحبت نمیکنه. بله، اینقدر که متوجه شدم، امیدوارم البته درست متوجه شده باشم، میگن که دولت افغانستان در قبال یا در مقابل اینکه جوونا، بچه‌ها، زنا کشته میشن کاری انجام نمیده، مسئولیتی به عهده نمیگیره و چنین حرکتی رو انجام میده، اراذلش رو راهی خیابون میکنه که اینجوری کسی رو بکشن و زجرکش بکنن، با سنگ و چوب بزنن و کسی رو بکشن. به هر حال امیدوارم که درست متوجه صحبتتون شده باشم. دوست عزیز صدای شما روی خط، بفرمایید. سلام خانم سیما بهاری. سلام. سلام به شما دوست عزیز فرهاد. خوبین؟ خیلی ممنونم. شما خوب هستین ان شاء الله؟ خیلی متشکرم. خیلی ممنون. بفرمایید. خانم علی، اول از من شبای قبل ما صحبت کردیم در مورد مسئله فرخنده. بله. بازم تبریک میگم به خانواده‌اش، به همه مردم شریف افغانستان، به همه انسان‌های آزاد. ان شاء الله به زودی تو این سال جدید این اسلامی های کثیف گندو رو مردم ریشه کم بکنن. این کثافت های قیافه هاشون فقط ریش و پشت تو صورتاشون میبینیم و ولا غیر، هر نوع فسادی اخلاقی هم که بگی اینا انجام میدن. و برای همبستگی با فرخنده و زنان شریف افغانستان،
ما فردا شب ساعت 9 با چند تا از دوستان راه بشین تو آبادان و اینا میخواستم اعلام کنم که سرتاسری بشه ساعت 9 بیان تو حالا افطار محل هر جایی که میتونیم شمع روشن کنیم و اینجوری همبستگی خودمون رو با فرخنده اعلام کنیم و روشن کردن شمع. خیلی خیلی کار زیبایی انجام میدین، دستتون درد نکنه. من خیلی خوشحالم که شما اومدین از این تلویزیون این فراخوان رو دادید و منم امیدوارم که مردم در سراسر ایران هر جایی که امکان دارن بتونن چنین کاری رو انجام بدن، شمع روشن کنن در همبستگی با مبارزات مردم. جان میخوام اینو اعلام کنید، خواهش میکنم همه مردم فردا شب مثل کاری که برای مرتضی پاشایی کردن برای فرخنده بکنن. فردا شب ساعت 9 بله ساعت 9 شما کجا گفتین جمع میشین؟ آبادان. خب کجای آبادان؟ هر جایی که میدونین، هر جایی که آدم ها میتونن؟ نه سر محل، هر کی سر محل نشتر کوچه هر جایی که میتونه راحت بشه. بله خیلی ممنون. اگه جایی معلمی بخوام اعلام کنی امکان داره جلوگیری بکنم. درسته، درست میگین. باشه بله. خیلی خیلی ممنون. اگر اینو کلا بدی کنم. زنده باشی عزیز، زنده باشی، موفق باشی، قربان شما. بسیار پیشنهاد خوبی هست. در هر محلی، در هر کجایی که هستید در ایران، بیایید شمع روشن بکنید به یاد فرخنده و در همبستگی با مبارزات زنان و مردان در افغانستان. این بسیار بسیار مهمه. همینجا اجازه بدید تا یادم هست رو به تشکل‌های مدافع حقوق زنان، رو به تشکل‌های مدافع حقوق انسان، جریانات پیشرو شماها باید اظهار نظر بکنید. جانم شب شما هم بخیر. حال شما چطوره؟ خوبید؟ ببین خانم باری جانم، ببین انسان بالاتر از همه چیزه، ارزش انسان بالاتر از همه چیزه و از همه چیز به نظر من تقدس داره و متاسفانه اسلام و مذهب و آخوندهای نمیفهمن. معیار همه چیز انسانه. ما انسانیم، چرا خودکشی کنیم؟ چرا خودکشی کنیم؟ چرا نتونیم مبارزه کنیم؟ چرا خودمون سازمان ندیم با یه تشکیلاتی؟ خودمون اصلا تو محل چهار نفر ما باید خودمون سازمان بدیم مبارزه کنیم برای این نظام. خودکشی کار ارتجاییه، خودکشی کار انسانی نیست. من درود میفرستم بر این آقا، بالاخره شامت اینه داشته خودش از بین بوده، ولی کار درستی نیست. و این دختری که تو افغانستان واقعا چقدر شهامت داشته، این دوتا مسئله فرق میکنه به نظر من، از این مذهب فرق میکنه. این دختر شهامت داشته، قرآن آتش زده. باید که همین زنه بیان قرآن آتش بذاره، چون که تو این قرآن فقط ضد زنه، تمام از اول تا آخر ضد زنه. محمد آشه 7 ساله بوده ازدواج کرده، باش 4 زن داشته، 40 زن داشته از اول اسلام، از اول مذهب تا به امروز. اینا ضد زن هم، ضد کودک هم. باید اینا ریشه ها بکنیم. این دو نفر هر دو تاشون، یکی به دست مرتجعین افغانی کشته شدن، یکی به خودکشی کرده از دست جمهوری اسلامی. ولی این دو تا مسئله هر دو تاش اگه گره بدیم به هم، هر دو تاش یکی هم. مثلا امروز یه خلبان دیوونه بوده، این دیوونه رو گذاشتن کمک خلبان بشه، یا داعش درست کردن بیم میان عشق تیمسای میریزن، مثلا میگن 150 نفر توی یه هواپیمای کشته شده. این همه دروغه. تو عراق و تو افغانستان و تو سوریه ببین روزی 1000 نفر کشته میشن. اصلا کسی چیزی نمیگه، ولی متاسفانه امروز اومدن طرفدار مردم شدن. سرمایه‌داری به هیچ وجه طرفدار مردم نیست و بخصوص جمهوری اسلامی و اسلام ننگ جامعه بشریه. درست، خیلی ممنونم. این حکومت اسلامی رو به زیر پا کشید. این بار انقلاب زنان، زنده باد زنان، زنده باد برابری زن و مرد. خیلی ممنونم از این وقتی که به من دادید. خواهش میکنم، خیلی ممنون از شما که اومدید و صحبتاتون رو با ما در میون گذاشتید. به هر حال مسئله خودسوزی یونس عساکره و کشته شدن فرخنده موضوعاتی هستش که این روزا خیلی توی رسانه‌های مختلف راجبش گفته میشه، صحبت میشه. و درست اینه که بگیم هر کدوم از اینها رو به یک نوعی انگشت شماتت و انگشت اتهام رو به حکومت‌های اشاره می‌کنیم که این فجایع رو ایجاد می‌کنن. جمهوری اسلامی
با شونه بالا انداختن مسئولینش نسبت به بیکاری مردم چنین فجایعی ایجاد میکنه و اونجا افغانستان باز هم با ارتجاع خودش فجایعی مثل فرخنده رو ایجاد میکنه. دوست عزیز صدای شما روی خط، بفرمایید. با درود خانم سیما بهایی، خسته نباشید. خیلی متشکرم. درود به شما. کریم هستم از خوزستان. مخلصم. خواستم بگم آقای عساکری اگر خودسوزی کرده، نه دیوانه بوده نه مجنون بوده. آقای عساکری پیوست به سینما رکس آبادان که داعشی های خمینی آتیشش زدن. ببینید الان 36 سال مردم از با آتیش و خون و گلوله میگشن. ایران داره کشور، حکومت جمهوری اسلامی داره کشورکشایی میکنه و مردم همینجور چشاشون رو میخوان ببندن. ما باید یکم واقع میدین باشیم، باید سازمان پیدا کنیم. این خانمی که کشتنش نه قرآن آتیش زده، من تا اونجا که اطلاع دارم یه دعا نویسایی بودن که دعاشون آتیش زده، گفته یک دعا اگر آتیش بگیره هیچ مشکلی هم نیست. اینا زدن لط و پارش کردن، اصلا ناکارش کردن، کشتنش. و من درود میفرستم به مردم افغانستان. فقط یه چی خواستم به امید از اهواز، اگر صدام میشنوه، یا حسین از اهواز یا محمد از اهواز، بچه های حزب کمونیست کارگری، اگر بیان رو خط و یه خبری از اهواز شنیدم، نمیدونم صحت داره یا نداره، میخواستم ببینم درگیری ها تو اهواز قضیهشون چیه، اگر بیان یه گزارشی به اون بدن. خیلی ممنونم، خبردار شد. خیلی متشکرم، زنده باشین. امیدوارم که شما هم در شهر آبادان یا اهواز هر جایی که هستید به این فراخوان دوستمون که گفتن شمع روشن بکنیم. ما خانم، ما الان دو روزه داریم کلیپ مثلا مال افغانستان و ایران داریم به هم پیوست میدیم، داعش خمینی و داعش افغانستان اینا رو داریم و این کلیپ ها رو تو واتساپ داریم پخش میکنم. بسیار بسیار عالی است. از اون بر اومده و این کار انجام دادیم. بسیار عالیه. من کامپیوتر دارم و یه واتساپی داریم که داریم این کار انجام میدیم. بسیار خوب، دستتون درد نکنه، خسته نباشید و موفق باشید برای کاراتون. درود به شما. و اینجا هم اعلام میکنم مردم، یکم ما خودمونو داریم، ما مردم فقط همو داریم. اگه خمینی و خامنه ای ارتش و سپاه و نیروی سرکوب داره، مردم ما خودمونو داریم. ما سیلیم، ما طوفانیم، ما میتونیم کاری کنیم. نایستید نگاه کنید، سعی کنید همبسته بشید، سعی کنید خودمونو پیدا کنید. ببینید وقتی اومدیم تو خیابون دیگه میره ای هممون با هم دیگه میزنیم از سر اینا رد میشیم. با درود فراوان، مرگ بر خامنه ای، مرگ بر اسلام، مرگ بر دین محمد. خدا. خیلی ممنونم دوست عزیز و امیدوارم که باز شما هم، همه شما بینندگان گرامی، بیایید روی خط و نظراتتون رو با ما در میون بذارید. دوست عزیز صدای شما روی خط، بفرمایید. سلام، خسته نباشید. شما هم خسته نباشید. بفرما. قطع شد صدا، نمیدونم. امیدوارم که دوستمون دوباره تلاش بکنن که شماره بگیرن و بیان روی خط و اظهار نظر بکنن. من داشتم میگفتم که تشکل‌های مختلف، ارگان‌های مختلف که مدافع حقوق انسان هستن، مدافع حقوق زنان هستن، تشکل‌های کارگری، اینا لازمه که اینجا در همبستگی با مبارزات زنان در افغانستان به میدون بیان، اظهار نظر بکنن، موضع بگیرن، اطلاعیه بدن و به صورت‌های مختلف هر جایی که هستین، چه در ایران، چه در سطح خارج از ایران، در افغانستان یا خارج افغانستان، خوبه که اظهار نظرهایی بکنید که مردم افغانستان بدونن تنها نیستن. دوست عزیز صدای شما روی خط، بفرمایید. سلام خانم باری. سلام به شما دوست عزیز. خسته نباشید. خیلی متشکرم. آره باری، ما توی رسانه شما دو سه بار الان داریم زنگ میزنیم. بله. و صداقتتون رو فهمیدیم. فقط میخواستیم اینجا اعلام کنیم و بعد به همین رئیس جمهور، ما ای کاش دلمون میخواست حرف دلمون رو بزنیم، منتها توی رسانه بی‌ادبی میشه اونطور که بخوایم بگیم. فقط بهش میگم ای بوزینه رئیس جمهور،
تو هم زنان افغانی رو چی کردی، هم زنان ایرانی رو. امروز دو تا اتوبوس مینیبوس این زنان معتاد آوردن تو منطقه گلسفید که تر کنن به زیستی. بله. و اینا نیست خانم باری. اینا وقتی که تو سری خور شدن از امثال روحانی و امثال رفسنجانی گوساله، اینا خود به خود رفتن به احتیاط و دنبال این مواد رفتن. این وضعیتش نیست در ایران. من دو تا مینیبوسش الان میدونم امثال خانم که سوختنش تو ایران هم زیاد که گمنامن. دو تا مینیبوس آوردن به زیستی که تر کنن. حالا اینا هر کدوم در سکولای خانوادهشون بوده که از زور و جور و بیعدالتی نظام اسلامی روحانی رفتن به مواد پناه آوردن. کسی هم نیست یاد بگه شارک نفت مملکت تو دست کیه واقعا. حالا خانم سیما باری، من دلم خیلی میخواست حرفا بیشتری بزنم، منتها یاد گرفتیم که حق و حقوق هموطنامون رو ضایع نکنیم. اگر دلتون خواست بعدن بگید من رو خط خودم معرفی میکنم و همین روحانی که اندازه یک گاو نمیدونه من به مناظره دعوتش میکنم. من نه عقلم کلمه خانم باری نه آدم بزدلی هستم. انسان یه بار میمیره، یه بار به دنیا میاد، یه بارم میمیره. من اونام که حتی همه چیز توی مملکت جمهوری اسلامی دیدم غیر مرگو، میخوام مرگنم تجربه کنم آخرین بار. و اگر دلتون خواست خانم باری من بعدن دوباره دو شب سه شب دیگه میام آیا بینم رئیس جمهور این مملکت مرد است با منی که یه بخالم بیاد مناظره کنم بینم ایشون میگن یه دکترا علکی گرفته، من یه دیپلم دارم بینم کی کیرم شکست میده. حالا خانم باری من دیگه زیاد مزاحم نشم، فقط درد دلم بود این دوتا مینی بود خانم معتاده که دیدم خیلی ناراحت شدم. روچ ها نفت باشی و بری دنبال احتیاط، او هم عبد بختی. درست. خیلی ممنون خانم باری، ببخشید مزاحم شدم. خواهش میکنم. خیلی ممنون از شما دوست عزیز که اومدید و صحبت کردید. این خیلی واقعیه. ایران بارها ما گفتیم کشوری هست که ثروت داره، پول داره، معادن و ذخایر نفت داره و انقدر ثروت داره که الان حکومتی ها و آقازاده ها بر خودشون جاهای مختلف سرمایه گذاری کردن و خوب خوب خوش خوش دارن زندگی میکنن و برای چندین نسل آیندهشون اینا تونستن پول و ثروت بدزدن از اون مملکت. و اگر بخوان به مردم برسن، اگر بخوان وضعیت مردم رو بهبود ببخشن، اگر بخوان امکانات در اختیار مردم بذارن، اصلا مسئله نیست. و مسئله پول یا کمبود پول، اینها چیزایی هستش که سعی میکنن باهاش مردم رو گول بزنن، وگرنه به قول این دوستمون روی دریای نفت خوابیدیم ولی مردم دارن با فقر دست و پنجه نرم میکنن. دوست عزیز صدای شما روی خط، بفرمایید. بفرما. قربان جان برم خانم باری، من از افغانستان زنگ زدم. زنده باشی، بفرما. قربان جان برم، اگر موزیک میبوزید دستایتان میبوزیدم. زنده باشی، من روی شما رو میبوسم. لطف بکنید بلند صحبت بکنید که صداتون رو بشنویم. چون کریدی ندارم، کریدی موبایلم کامل، فقط میبوزید ملت ایران زنده باد. از خود خراسان تا خود آبادان و از خود وطن ارمزگان تا مازندران ملت ایران زنده باد. مرگ بر خمینی پشمالله. و الان من یک قرآن داشتم، دو تا وسنه، یک شب داشتم تو توالت و یکیشم فقط سختاندم. بله بله بله، دو تا قرآن داشتم، یک قرآن داشتم تو توالت، یکیشم سختاندم. مرگ بر خمینی پشمی، مرگ بر آخونهای افغانستان. خدا حافظتان. پس شب دیگر صحبت میکنم. الان کریدی هم ندارم. سلامت باشین، دستتان رو بوسیدم. زنده باشین. زنده باشین. خیلی ممنون.
از اینکه اومدید روی خط و صحبت کردید. من خیلی خوشحال میشم. دوستانمون از افغانستان میان و صحبت میکنن، اظهار نظر میکنن، به یه صورتی خشم و نفرتشون رو از اون حکومت نشون میدن. دوست عزیز صدای شما روی خط، بفرمایید. سلام، خسته نباشید. شما هم خسته نباشید. کریم شاه محمدی، به به، بفرما. خیلی ممنون. من حالا از استکهلم زنگ میزنم، در مرکز شهر استکهلم، سلگستوری. بله. تعداد زیادی از گروه ها و اعضا و مردم اینجا جمع شدند و علیه این حکر شنیعی در افغانستان رخ داده اعتراض میکنند. تظاهرات شعارهایی اینجا داده میشه و همه این قتل شنیعی که نسبت به فرخنده روی داده اونو محکوم میکنن. کریم شما هم ادامه بدید، ادامه بدید. خواهش میکنم، بفرمایید. آره، من میخواستم بگم که خوب شد شما اومدید روی خط که من بدونم شما برنامه هایی دارید در آینده باز هم یا نه، اگه البته در رابطه با این موضوع. ما تصمیم هایی گرفتیم. بله. الان اینجا خیلی شلوغه و حتما شما هم صدای بلنگو رو میشنوید. بله بله. ولی ما برنامه هایی داریم، یعنی در واقع هم فردا هم شنبه ما میخواییم جلوی سفارت افغانستان بریم و بریم با اونا بگیم که این قتلی که اینجا اتفاق افتاده، شما در مقابل این مسئولی که اونایی که این قتل انجام دادن و اونا باید مجازات بشن، یعنی هم سفارت و هم دولت افغانستان در مقابل این مسئولن. ما فردا میخواییم، یعنی تصمیم داریم که بریم اونجا و روز شنبه هم در میدان سرگل استکهلم هم تظاهراتی ساعت 3 برگزار میشه در این رابطه. بله. مجموعه فعالیت های اینجوری هستش و این یک حرکت بین المللی واقعا و جای خوشحالیه که مردم با این قدرت علیه این جنایتی که اتفاق افتاده از طرف مرتضیین افغانستان اینجوری بلند شدن و در مقابلش اعتراض میکنن، محکوم میکنن. بله. این بود که خواستم به عرض برسونم. خواهش میکنم. من چون دقیقه سر و صدا هست خوب خودم میده میشنوم. بسیار خوب. به هر حال خیلی ممنونم ازتون. امیدوارم عکس بگیرید شما و برای تلویزیون کانال جدید هم حالا امروز ده. شما رو در جریان خواهم گذاشت. بله. اون برنامه های دیگه هم که انجام بدیم بیشتر شما رو در جریان میذاریم. بسیار بسیار ممنونیم. این فرصت رو به ما دادید و روی خط اومدیم. خواهش میکنم. منم از شما ممنونم برای یه گزارشی که دادید. خیلی متشکر. کریم شاه محمدی از استکهلم گفتن که فردا و روز شنبه هم برنامه هایی دارن، حتما قراره که به سفارت افغانستان مراجعه بکنن، حتما نامه اعتراضی میفرستن اونجا و تظاهراتی رو مقابل سفارت قرار سازمان بدن. از شما دوستان عزیزی که میایید و اطلاع رسانی میکنید، اطلاعیه فعالیت هاتون رو اینجا مطرح میکنید، بسیار سپاسگزاریم. این دلگرمی خیلی خوب و بزرگی هست برای مردمی که الان توی افغانستان مشغول سازمان دادن خودشون و سازمان دادن اعتراضاتشون هستند. دقیقاً این مردم که توی ایران وقتی که دست به اعتراضی میزنن حتما خیلی خوشحال میشن که ببینن کشورهای دیگه واکنش نشون میده، همبستگی اعلام میکنه و یه جورایی این حرکت رو تقویت میکنه. من اینجا یه نکاتی رو یادداشت کرده بودم که فکر میکنم لازمه حتما بهش اشاره بکنیم. توی افغانستان این اتفاق میفته، اتفاقی که بسیار بسیار شنیعه و فقط از واقعا مرتجعینی مثل مرتجعین اسلامی برمیاد.
همونایی که فتوای قتل میدن، همونایی که فتوای اعدام میدن، همونایی که مقابلشون اجازه نداری اظهار بکنی که مخالفشون هستی، همونایی که توی ایران گفتن اسلام رو قبول داری یا نداری، جمهوری اسلامی رو قبول داری یا نداری، و با همین سوال و جوابی که کردن واقعا صدها نفر از بهترین انسانها، شریفترین انسانها رو چه زن چه مرد اعدام کردن. و میبینیم که الان سالهاست دارن با زندان و شکنجه و اعدام خودشون رو سرپا نگه میدارن و به همین وسیله ها سعی میکنن که مردم رو مرعوب بکنن. توی افغانستان همپالکی های همون جمهوری اسلامی یک روز در لباس طالبان، روز دیگری در لباس القاعده، یه وقت دیگه در لباس داعش، هر روزی با ارتجاعی ترین افکار مردم رو سرکوب کردن و تصویری که به دنیا ارائه دادن این بودش که مردم افغانستان مردمی هستن که مرتجعن، اسلامیان، اسلام رو قبول دارن، خودشون این حکومت ها رو قبول دارن. و حکومت ها اومدن حتی از رفتن دختر بچه ها به مدرسه جلوگیری کردن. تو زمان طالبان تلویزیون دار زدن، اومدن واقعا حرکاتی رو انجام دادن که فقط صدر اسلام، یعنی 14 قرن پیش، 1400 سال پیش میتونست اتفاق بیفته. اینا این کارا رو کردن. اما مردم توی افغانستان مردمی نیستن که تصویرشون رو دولت ها میخوان اعلام بکنن این بر اون بر، اونا نیستن. مردم افغانستان همون مردمی هستن که وقتی مردم در توی ایران در اعتراض به قتل فرزاد کمانگر به خیابونا اومدن و اعتراض کردن، تظاهرات همبستگی راه انداختن با مردم توی ایران. وقتی که مردم در اعتراض به اعدام به خیابون اومدن، پرچمهای نه به اعدام رو بلند کردن، دیدیم که در افغانستان تظاهراتی مشابه را افتاد و دفاع کردن از جنبش علیه اعدام. مردم افغانستان همون مردمی هستند که پرچم دفاع از کارگران زندانی رو بلند کردن، عکس کارگرای زندانی رو با خودشون حمل کردن در تظاهراتشون و اعلام همبستگی به این صورت کردن. عکس های فرزاد کمانگر رو با خودشون حمل کردن و به این ترتیب ارج گذاشتن به اعتراضات و مبارزات مردم توی ایران. مردم افغانستان همون مردمی هستند که عکس های خامنه ای و سران حکومت جمهوری اسلامی رو زیر پا انداختن، لگد کردن و آتیش زدن و واقعا نشون دادن که در کنار جنبش رادیکال و مدافع حقوق انسانی در ایران هستند. دوست عزیز صدای شما روی خط، بفرمایید. سلام به شما دوست عزیز. در مورد اون آقایی که مثلا بعضی مردم مثلا بله یه تفکری دارن، مثلا میگن آره مردم افغانستان اینجوری اینه، یا مردم عراق یا ایران بعضی سیاستن اسلام بخونه. نه، هیچ کس دین قبول نمی کنه، هیچ کس قوانین ارتجاعی را قبول نمی کنه. قوانین ارتجاعی فرنگسازی شده به وسیله دولت های مرتجع، دولت هایی که از زمان محمد قریشی، لعنت بر محمد قریشی، از اون موقع اومدن همشون دین و مذهب تو فرهنگ و تو آموزش پرورش و تو زندگی مردم دخالت دادن که مردم همینجوری فرهنگسازی کنن. تقصیر مردم نیست، یعنی یه دختری با یکی میاد میکش، چون مردم به فرهنگ غلط آموزش دادن که بتونه از اون نون بخورن. اگر یه دولت سکولار از اوائل میومد تو جامعه، از قرنهای آتی میومد تو جامعه، از قرنهای گذشته میومد، مردم اینجوری بار نمیومدن که با همین حال مردم باز رد میکنن، قبول ندارن بازم. درسته، به خصوص که الان قرنی 21 ما ببینیم مثلا یکی با دوست دختر داره میگه یکی دیگه میگه اونو میکشه. نه، تقصیر اون نیست، تقصیر قرآنه، تقصیر مذهبه، تقصیر دولت های مرتجعه که مردم اونجوری فرهنگسازی میکنن، دخالت تو امور زندگی میکنن، اینه تو دولت دخالت میکنن که بتونن مردم عرب نگه دارن نون بخورن. این خطای مردم نیست. درسته، مردم اگر دیگه هم آزاد باشن، فرنگسازی درست داشته باشن، انقلابی عمل میکنن. چون نگاه کن مردم، قدرت اجتماعی دست مردمه،
سلاح و زور دست استثمار مذهبی مردم به زور وادار این کار میکنه. هیچ انسانی نیا خون قوانین ارتجایی و قوانینی که باعث عرب افتادگی هست قبول نمی کنه ولی مجبوره چون اینا را چکار خرف از اوائل یه بار آورده. این ریشه دار استثمار داره، استثمار امروز هم سرمایه‌داری که به وسیله مذهب مردم اینجوری سرکوب میکنه بار میاره. اینه سال 57 نیست چکار کرد مردم راتن رای دادن اینجوری گفتنه ما داریم به اسلام رای میدیم چون اسلام را خیلی دار نمیشتم. فکر اسلام الان شناخته هست، خوب را شناخته هست، میدونیم که اسلام باعث عقب افتادگی و کشتار جامعه هست، میدونیم که اسلام باعث میشه نگاه کن مردم از زندگی خودشون عقب بیفتن، از علم عقب بیفتن. این قرن 23 مردم روشن شده، همون 14 ساله هایی که اینا میگن هیچی نمیدونه، همه چیزه از خود آخونه بیشتر میدونه، از ما هم بیشتر میدونه. درسته، همونه هم متشکل میشن که انقلاب کنه. درسته، یه انقلاب جدید که تو ایران میشه، یه انقلابی هست جهانی، یه انقلابی هست که ملت شب همه متحد میشن علیه پان اسلامیست. درسته، خیلی ممنونم از شما دوست عزیز، خواهش میکنم زنده باشید، موفق باشید برای همه کارهایی که انجام میدید و ممنون از اینکه اظهار نظر میکنید. یکی از دوستانمون در اول برنامه اشاره کرد به همین درد دلا، اگر که فرصتی باشه تا تلفن بعدی راجع به این موضوع من دلم میخواد که چند نکته رو بگم. مردم اینجا میان درد دل میکنن، حرف میزنن، خیلی جاها رهنمود میدن و این بهترین نکتهش این هستش که ما میبینیم که تنها نیستیم. همین امشب به ازای فکر میکنم الان حداقل 25 نفر اومدن اظهار نظر کردن، حرف زدن، حرفای خوب زدن، یک نفر اومده گفته افغانی ها رو سر میبریم و خب ما میبینیم اکثریت با ماست، اکثریت ماییم، اکثریت مردمی هستیم که دشمنی با هیچ ملیتی نداریم، با هیچ مردمی دشمنی نداریم و میخوایم که با هم به صورت راحت، آزاد و برابر زندگی بکنیم. اینو مردم میخوان، توی خیلی جاها اینو نشون دادن، مردم اینو نشون دادن. زمان این که وقتی که جمهوری اسلامی ابتدای سرکار اومدنش بود، توی همسایگی های خود ما دوستان عزیز چقدر بهایی ها همسایه هامون بودن، چقدر میشناختیمشون، باهاشون رفت و آمد داشتیم. به خصوص ما بچه ها اصلا مهم نبود برامون که کی چه دینی داره و خانواده ها این مسئله براشون اهمیت نداشت، رفت و آمد میکردیم، با هم دیگه تفریح میکردیم. خود جمهوری اسلامی اومد این مسائل رو اصلا ایجاد کرد، اختلاف ایجاد کرد و انداخت مردم رو به جون هم دیگه. دوست عزیز صدای شما روی خطه، بفرمایید. سلام خانم بهاریان، شما خوبه؟ خسته نباشید. خیلی ممنونم بهاریم جانم. خانم بهاری، میخواستم بگم که واقعا اینایی که این زن رو سوزوندن و ادعا میکنن که پیرو قرآنن، قرآن گفته که این زنا رو بسوزانی، قرآن گفته که بنده های خدا رو بسوزانی، قرآن این حرف زده که این مزدورای خمینی عراق و باشا این کار رو با یه زن میکنن، واقعا آدم ناراحت میشه. بس برای شما یه زن اینجوری بسوزه، زنده بسوزه، لعنت به این جمهوری اسلامی، لعنت به این قانونی که همه رو ناراحت کنی، این چی چرا با یه زن بسوزه اصلا؟ درود بر شما خانم زهاری، خدا نگه. خیلی ممنونم، درود به شما دوست عزیز، خیلی ممنون از اینکه روی خط اومدید صحبت کردید. به هر حال میخوام بگم که داشتم اینو مطرح میکردم که این حکومت‌های مرتجع از اختلاف بین مردم استفاده میکنن، مردم رو به جون هم میندازن تا مشکل اصلیه گم بشه و پنهان بشه. بهائی و مسلمان رو به جون هم میندازن در حالی که تا دیروزش مردم به این مسئله فکر نمیکردن اصلا. کلیمی و مسلمان رو همینطور، یا مسیحی ها رو همینطور، یعنی میخوام بگم از دین، مثلا دینای مختلف به این صورت استفاده میکنن و مردم رو میندازن به جون هم دیگه. از ملیت های مختلف، این یکی افغانیه، اون یکی عربه، این یکی نمیدونم ترکه، و به این صورت میخوان اختلاف ایجاد بکنن و مردم رو به جون هم دیگه بندازن. من گفتم مردم، مثلا مردم افغانستان، نمیتونی بگی افغانی ها خوبن همشون یا افغانی ها بدن همشون. افغانی مرتجع داریم، افغانی بسیار مدرن و پیشرو هم داریم.
ایرانی مرتجع داریم، ایرانی مدرن و پیشرو هم داریم. حکومت، افراد حکومت ایرانی هن. و میان میگن یه وقتایی اینا عرب ها، اینا نمیدونم اینا ایرانی نیستن، فلانی پدرش هندی بود، مادرش کجایی بود. اینا چیز رو حل نمی کنه. رفسنجانی همینقدر ایرانیه که من ایرانیم، که شما ایرانی هستین. خامنه ای همینقدر ایرانیه که شما ایرانی هستین. به خودی خودش ملیت شما تعیین کننده این نیست که چقدر خوبید یا چقدر بدید، چقدر با مردم هستید یا چقدر ضد مردم هستید. جایی که قرار میگیرید نشون دهنده این هستش که چقدر با مردم هستید، چقدر نیستید. رفسنجانی با یک حکومتی هست که سر تا پاش ضد انسانه، ملیتش هرچی میخواد باشه، عمل کردش ضد انسانه. و شما انسانهای شریف و عزیزی که میاد روی خط و اظهار نظر میکنید، ملیتتون هرچی که باشه در کنار مردمی قرار میگیرید که از یک ارتجاع اسلامی به تنگ اومدن و نمیخوانش. ملیتتون هرچی میخواد باشه، ترکید، افغانی هستید، عرب هستید، هرچی هستید، ما دستمون رو تو دست هم میذاریم و این دست، دست دوستیه، دست رفاقته، دست صمیمیته و دست همبستگیه. این مهمه. ما انسانهایی که منافع مشترک داریم، مهم نیست ملیتمون چیه. منافع مشترکمون یعنی که هممون دفاع میکنیم از آزادی بیان. همه آدم ها باید آزاد باشن برای اینکه بتونن بیانشون رو مطرح بکنن. دفاع میکنیم از حقوق انسان، دفاع میکنیم از حقوق زن، دفاع میکنیم از حقوق کودک. مهم نیست ملیتمون چیه. همینقدر زنهایی که توی افغانستان علیه قتل فرخنده شوریدن و به خیابون اومدن انسانیت دارن، که ما انسانهایی که داریم از حقوق لگدمال شده فرخنده دفاع میکنیم. این که ملیتمون چیه، این اصلا جایی نداره توی این تحلیل ها و بحث ها. آدم ها انتخاب نمی کنن کجا به دنیا بیان، ولی آدم ها میتونن انتخاب بکنن که کجا می ایستند و از چی دفاع می کنن. اکثریت مردم جایی می ایستند که با گردن افراشته بگن داریم از حقوق انسانی دفاع می کنیم. و این شورانگیزه و این هیجان انگیزه و این خوبه. دوست عزیز، صدای شما روی خطه، بفرمایید. خانم بهاری سلام عرض کردم، شب شما بخیر. شب شما بخیر، سلام به شما، بفرما. درود بر شما. درود به شما بهاری عزیز. خواستم تشکر کنم از برنامه‌تون. برنامه شما بسیار خوبه. الان شما از حقوق انسان‌ها گفتین، تعریف می‌کنین و دفاع می‌کنین. خواستیم بگیم که اگه میشه شما درباره حمله عربستان هم محکوم کنین به یمن. حالا قبوله که این حوثی ها شیعه هستن و جمهوری اسلامی هم ازشون جز کنین، ولی شما حقوق انسان ها باید مگه نباید دفاع کنین خانم؟ حتما. حالا عربستان یک کشور بسیار دیکتاتوریه، داره الان حمله میکنه، چرا اونا رو شما محکوم نمی‌کنین؟ حتما بر راجب اونم حرف میزنیم. اونم یه عده مرتجع افتادن به جون هم دیگه. اگر که کسانی رو مورد حمله قرار داده که دست نشونده های جمهوری اسلامی بودن، برن دو تا حکومت، دو تا نیروی مرتجع انقدر همدیگر رو بزنن و بکشن تا جون هر دوشون بالا بیاد. ولی اونجایی که مسئله منفعت مردم هست و این میون انسان های بیگناهی کشته میشن، حتما میشه راجبش صحبت کرد و محکوم کرد و راجبش کلا برنامه گذاشت و حرف زد. حتما ما این کارا رو هم کردیم. اینجا داریم راجب یه نکته معینی حرف میزنیم که پامال شدن حقوق انسانیه. ممنون که یادآوری کردید. ما که مدافع حقوق انسان هستیم، خوبه که راجب حقوق مردم یمن هم صحبت بکنیم، حتما حرف میزنیم. راجب حقوق مردم عربستان هم حرف بزنیم، حتما حرف میزنیم. حکومت عربستان همینقدر مرتجع و ضد انسان هست که جمهوری اسلامی مرتجع و ضد انسان هست. نیروش رو گسیل میکنه به کشورهای مختلف برای تقویت ارتجاعی ترین بخش حکومت ها توی اون مملکت ها. اگر میره یه نیروی رو میخواد تقویت بکنه که حتی تو حکومت نیستند،
مرتجع ترین نیروها رو تقویت میکنه که بتونن نیروهایی باشن که از حکومت اون منطقه مرتجع ترن، ضد انسان ترن، ضد بشر ترن. میره اون کارا رو میکنه. ما حتما این کارا رو میکنیم، محکوم میکنیم، حرف میزنیم راجبشون و راجب این چیزها اظهار نظر خواهیم کرد و میکنیم، همیشه کردیم. اینکه مردم توی ایران به هر نوعی، به هر صورتی باید ابراز همبستگی بکنن، فکر میکنم کوچکترین کار و انتظاری هستش که مردم توی افغانستان دارن. دوست عزیز، صدای شما روی خط، بفرمایید. وقت شما بخیر خانم بهاری. وقت شما هم بخیر. یکی دو نکته بود خواستم بهش اشاره کنیم. اول اینکه این راجع به این دوست هموطنی که اشاره کردن عربستان رو محکوم کنیم، ما چرا باید محکوم کنیم؟ 36 ساله که جمهوری ملایان دخالت میکنه تو امور داخلی کشورها، مثل عدن، مثل عراق، مثل لبنان و جاهای دیگه، و این جمهوری اسلامی که تجاوز کرده، این جمهوری اسلامی که عامل فتنه است، که باعث میشه که کشورهای دیگه این مسائل برخوردهای دولت پیش بیارن، برخوردهای مرز پیش بیارن. عامل اصلی رو ببینید کیه؟ جمهوری فتنه‌گر فاشیستی جمهوری اسلامیه، جمهوری ملایانه. در این مثلا ما چرا باید دخالت کنیم تو امور داخلی کشور دیگه ای؟ درسته حمله کردن، کشتن مردم بیگناه در هر فرهنگی محکومه، در هر جوامعی محکوم میکنیم ما، اما ریشه و عامل این مسئله رو ببینیم در چی بوده. یکی این مسئله. مسئله دوم راجع به حقوق بشر بود. آقای احمد شهید مسئول حقوق بشر سازمان ملل آماری داد در سال پایان 2014 و اعلام کرد که ایران بالاترین اعدام ها رو در سال گذشته داشته، بیش از 765 نفر اعدام کرده، و میخواستم این روی مسئله بیشتر هموطنان اشاره کنن، صحبت بشه. مسئله حقوق زندانیان سیاسی، چرا باید رژیمی که ادعای حکومت مردمی میکنه این چنین قاصب باشه، این چنین جنایتکار باشه که بیاد مقام اول دنیا کسبونه در مورد اعدام ها؟ این دو مسئله بود من خواستم اشاره بهش کنم. خیلی متشکرم، فرصت رو من خواهش میکنم. خیلی ممنون از شما دوستان عزیز. بله، هدف ما از راه انداختن چنین برنامه های دوست عزیز، صدای شما روی خط، بفرمایید. الو، سلام علیکم خانم بهاری. سلام به شما دوست عزیز، بفرما. سال نو دوباره به شما تبریک میگم. خیلی ممنونم. مطالبی رو درباره مردم افغانستان نوشتم، با اجازه شما بخونم. کوتاه باشه، بفرمایید. مردم افغانستان برای جان حرفی زد. مردم افغانستان برای ما عزیزند و ما از حقوقشان دفاع میکنیم. به خانواده فرخنده تسلیت میگویم برای این فاجعه وحشتناک بشریت. مقامات افغانستان چه پاسخی دارند برای این فاجعه؟ چه جوابی دارند برای درد و غم مردم افغانستان؟ چه جوابی دارند برای این همه مهاجرت اجباری؟ چه جوابی دارند برای این همه کاشت مواد مخدر؟ چه جوابی دارند برای ناامنی، فقر و گرانی؟ چه جوابی دارند؟ من جوابی نمیخواهم. آیا میدانید مردم افغانستان در ایران چه وضع اسفباری دارند؟ لطفاً کاری کنید. تشکر میکنم، شب شما بخیر. خدا. خیلی متشکر از شما، شب شما هم بخیر. ممنون از شما دوست عزیز. ما برنامه های پخش مستقیم رو روی یه سری نکاتی که مشغله جامعه هست، مسئله هست، سوار میکنیم، به قول معروف عنوان میکنیم و مردم میان اظهار نظر میکنن. برنامه های تلویزیون کانال جدید فقط مختص همین دو ساعت برنامه پخش مستقیم نیست. ما برنامه های دیگری هم داریم، از برنامه های گفتگو که برنامه های طولانی مدت هستن، اظهار نظر هست، راه حل هست، رهنمود هست. برنامه های میزگرد داریم، موضوعات مختلفی رو از صاحب نظران
این مسائل دعوت میکنیم، راجبش صحبت میکنیم، باز بررسی میکنیم، موضوع بررسی میکنیم، راه حل میدیم، راه چاره میدیم و موضوعاتی از این قبیل. اینکه هدف ما چی هست؟ اینه که مردم، کسانی که مثل هم فکر میکنن، کسانی که یک حکومتی رو نمیخوان، راه حل هایی رو که ما میدیم بپذیرن، بدونن که چی داریم میگیم. حالا مثل برنامه هست، مثل تحلیل از اوضاع احوال هست و مثل آلترناتیو هست. اینها رو ما مطرح میکنیم تا مردم با یک دید بازتری، با یک چشم بازتری تو انتخابشون بتونه دخالت داشته باشه این دیدشون. دوست عزیز، صدای شما روی خط، بفرمایید. بازم سلام عرض کردم خانم بهاری. سلام. میخوام در مورد بوکو حرام و اتفاقی که همین چند روز اخیر برای زنا و دخترای نیجریه افتاد یک چند کلمه ای صحبت کنم. خواهش میکنم، بفرما. ببین، چون این چند دهه اخیر جنایات عظیمی در حق زنان، مردم به خصوص زنان در منطقه ما میشه، در خاورمیانه. این حکومت های مرتجی و سرمایه‌داری جهانی به کمک بی بی سی، رادیو اسرائیل و دولت آمریکا و غیره بر مردم حاکم کردن. تو همین چند روز اخیر 50 نفر از زنان و دختران در نیجریه کشته شدن، همین چند روز اخیر، و 500 نفر از این زنان و دختران رو با خودشون بردن که در بازارهای خودشون به سرا بفروشن و یا به عنوان غنیمت صاحب بشن. بی بی سی و صدای آمریکا جز یک خبر کوتاه در این مورد، در این مورد جنایت عظیمی که صورت گرفته هیچ گونه برخوردی نکردن، محکوم نکردن و مردم رو تحریک نکردن علیه این جنایتکاران. مرگ بر سرمایه‌داری جهانی، مرگ بر بی بی سی، مرگ بر تمام کسانی که پشت این قضیه هستن، پشت سرکوب زنان و دختران ما در منطقه، پشت داعش، بوکو حرام، الشباب، حکومت جمهوری اسلامی و حزب الله و غیره هستن. از این که وقت شما دوباره به من دادی سپاسگزارم. تندرست باشید. خیلی متشکرم از شما. این واقعیت که جنبش های اسلامی تو هر شکلشون خودشون رو وقتی نشون میدن، جز ارتجاع از سر و کولشون چیز دیگه نمیریزه و تو این میون نوک تیز حمله شون به زناست. به این معنا نیستش که وقتی که زنا رو سرکوب کردن بقیه جامعه از شرشون در امان میمونه. زنا رو سرکوب میکنن تا بتونن جامعه رو سرکوب بکنن، تا بتونن منکوب کنن. جمهوری اسلامی با شعار یا روسری یا توسری اومد سر کار، خودشو میخشو سعی کرد سفت بکنه و اینجوری نبودش که بقیه جامعه از شرش در امان بودن. شما ببینید مردا راحتن، مردا دارن راحت زندگی میکنن، سطح توقع مردم رو به این وسیله میکشن پایین. دوست عزیز، صدای شما روی خط، بفرمایید. بفرما. سلام به شما. صداتون رو لطف بکنید یکم بلند صحبت بکنید، صداتون خیلی ضعیف میاد. خانم بهاری، چرا این آقا زره به سال تعریف بکنه؟ اینا وهابی هن، اینا پشت داعش و القاعده هستن، جبهه نصر. حالا ما باید طرفداری از القاعده و جبهه نصر بکنیم؟ ما که نمی کنیم، اونشون میخواستن بکنن، خودشون میدونن. مردم، شما خودتون بهتر میدونید خانم بهاری، این جنگ قدرت ها مردم هن که. الو الو الو، صداتونو دارم من. مردم هم که میمیرن، عربستان بزنه سر حوثی، حوثی ها بزنه سر از مردم بیچاره هم که میمیرن. درست. بله، خیلی ممنون. صحبت دیگه نداریم؟ مرگ بر القاعده، مرگ بر داعش، درود بر انسان ها، درود بر مردم. بله، خیلی ممنون دوست عزیز. واقعیت اون گفتم که نیروهای مرتجع به جون هم بیفتن، هر چی دلشون خواست همدیگر رو بکشن، ولی اونجایی که پای مردم و ضرر زدن به مردم هست، ما حتما راجبش حرف میزنیم و از مردم دفاع میکنیم. دوست عزیز، صدای شما روی خط، بفرمایید. خانم بای خسته نباشید، درست من آمدم رو خط، فقط خواستم کوتاه مختصر یه چیزی
حضور بینندگان بگم خشمان. که ما بارها اشتباه میکنیم تلویزیونی و جای حد اشتباه میگیریم. بی بی سی من نمیخوام چیز کنم، ببینید بی بی سی یا کانال دیگه حزب نیستن، فقط کانال جدید حزبه. مردم باید به حزب گرایش داشته باشن. ما باید مردم ایران رو سعی کنیم توضیح بدیم که حزب چیه، باید چه خواسته هایی داشته باشن تو جامعه و باید به حزبی بپیوندن که انسانی باشه. تلویزیون دیگه کارهای خودشون انجام میدن، درآمد خودشون داره. فقط کانال جدیده که حزب کمونیست کارگریه و حزب تشکیل میده، میگه چیکار کنید، سازمان بدید، در موردش توضیح میده، بیانیه اعلام میکنه، تظاهرات اعلام میکنه و قانونش از حالا ثبت کرده، انسانی پایدار که هممون قبولش داریم. پس شبکه های تلویزیونی و ما جا حد نباید اشتباه بگیریم. بینندگان عزیز، دوستان عزیز، ما حد با خودمونو داریم. او کانال ها رو اصلا همه دوستان به فراموش کنن، اونا فقط خبررسانی میکنن در شرایطی که به نفع خودشون باشه. با درود فراوان ببخشید اگر اومدم. خواهش میکنم. نمیدونم کجای صحبت بودم، حتما میخوام که ادامه بدم. یه بخشی از صحبتامونو من گفتم که مردم افغانستان شایسته بهترین و بیشترین پشتیبانی ها و حمایت ها و همبستگی ها هستند. چرا که مردم افغانستان هر جایی که مردم ایران مثلا مبارزه کردن، تلاش کردن، دیدن که مردم افغانستان حمایت میکنن و همراه هستن و بنابراین جا داره که ما هم حمایت بکنیم به صورتهای مختلف. ارگانها و نیروهایی که مدافع حقوق مردم هستن، مدافع حقوق انسان هستن، باید حتما به میدون بیان و دفاع بکنن و صحبت بکنن. دوست عزیز، صدای شما روی خط، بفرمایید. دوست عزیز، صداتون روی خطه، بفرما. مثل که صدای من رو نمیشنیدن، ارتباط وصل بود ولی صدا رو نمیشنیدن، منم مجبور شدم که قطع بکنم. امیدوارم که دوباره زنگ بزنید و اگر که سوالی یا صحبتی دارید یا نکته‌ای دارید حتما مطرح بکنید. یکی از دوستانمون راجع به نیروهای مختلف اسلامی گفتن، از بوکو حرام صحبت کردن، اینکه در نیجریه چه کارایی کرده. هر کدوم از این نیروهای اسلامی رو نگاه بکنید، یک از یک مرتجع ترن. دوست عزیز، صداتون روی خط، بفرمایید. الو، بفرما. شما خوبه؟ خیلی ممنونم، مرسی. من خواستیم بگم که ادامه بدید، صحبتتون رو بکنید. صداشون قطع شد متاسفانه این دوستمون. امیدوارم که باز هم تلاش بکنن برای اینکه شماره بگیرن. دوست عزیز، صدای شما روی خط، بفرمایید. الو، سلام علیکم مجددا. من مزاحمتون میشم خانم باری، بخاطر این تقاضایی که آقای کریم کرد، فکر کنم همه مردم ایرانم بشنون بد نیست. یه گزارش یه دقیقه و نیمی از جریانات اخیر اهواز. بله، بفرما. در روز جمعه گذشته در بازی فوتبال بین خوزستان، فولاد خوزستان و الهلال عربستان، برخی از مردم خوزستان به خصوص جوانان با لباس‌های محلی برای تشویق تیم مورد علاقه‌شان به استادیوم رفته بودند و پلاکارت‌هایی در حمایت از یونس الکره نیز با خود برده بودند. نیروی انتظامی با شدت با مردم برخورد کرد و برخی از جوانان را فقط به دلیل پوشیدن دشداشه مورد ضرب و شتم قرار داد و آنها را بازداشت نمود. حتی یک نفر هم تیر خورد. وضعیت خرمشهر و آبادان به خصوص از به شدت بحرانی شد و مردم خوزستان همه میدونن که عمدتا مسلح هستند و اسلحه تو خونشون دارن. مردم داشتن دست به اسلحه می شدن که نیروی انتظامی به گوه خوردن افتاد و ضمن عذرخواهی از مردم قول داد که اون افرادی که باعث این آشوب شدن در نیروهای انتظامی رو محاکمه کنه و دستگیر شدگان رو نیز هم آزاد کنه. به این ترتیب مردم یه مقدار آروم شدن.
و 3 روز بعد یعنی روز دوشنبه پیش در روز خاکسپاری یونس عساکر در منطقه کوچخ خرمشهر از ساعت 9 صبح تا 5:30 از شب حدود 15,000 نفر متشکل از مردم خرمشهر و کلیه نقاط خوزستان به خصوص جوانان اهوازی و آبادانی در این تظاهرات شرکت کردند که برخی از مردم برای دفاع از خودشان چوب و چماق در دست داشتند. در این روز علارغم شعارهای تند و تیزی که گفته میشد هیچ نیروی انتظامی جرأت نکرد خود را نشان دهد و خلاصه به گذشت اون تظاهرات. بعد جوانان خوزستان طبق بسیار فراخوان بعدیشون و تجمع بعدیشون رو در تاریخ 14 فروردین هنگام بازی فوتبال فولاد و استقلال تهران در ورزشگاه القدیر اعلام کردن. این رو گفتم به خصوص جهت آقا کریم گل و مردم ایران. خیلی ممنون، دست شما درد نکنه. متشکریم از خبررسانیتون. امیدوارم که 14 فروردین که مردم میرن فوتبال میخوان نگاه بکنن باز هم شاهد تظاهرات های بزرگتری باشیم. و اما از ادامه برنامه‌مون، البته فکر نمی‌کنم وقت خیلی زیادی داشته باشیم، میتونیم البته چند تا تلفن دیگه رو بگیریم و چون من سعی کردم لابلای صحبت‌ها نکاتی رو که اشاره میشه بهش بپردازم. دوست عزیز صداتون رو خطه، بفرما. دوست عزیز صدای تلویزیونتون رو خواهش میکنم ببندین، تلویزیونتون رو صداشو ببندین خواهش میکنم. بله خب بفرمایید. حالا شما صحبت بفرمایید. بفرمایید. خواستم بگم زنان افغانستان. بله. بله. ادامه بدید. متاسفم، معذرت میخوام ازتون که تلفنتون رو قطع کردم به خاطر اینکه صحبت نمی کنید و هم وقت خودتون رو میگیرید هم وقت ما رو. اگر میخواین دوباره زنگ بزنین یه ذره سریعتر، وقتمون داره رو به پایان میره، زنگ بزنید و اظهار نظر کنید. وقتی که شما صدای من رو میشنوید دیگه شروع کنید به صحبت کردن، منتظر نباشید از تلویزیون صدای خودتون رو بشنوید، یه مقدار با تأخیر پخش میشه. اینکه نیروهای اسلامی در هر کجا که وارد شدن جز خون و کشتار چیزی نیاوردن با خودشون واقعیته. هیچ کجا ما نمیتونیم ببینیم، از صدر اسلام تا الانه، ما نمیتونیم ببینیم که اسلام وارد یه جایی شده با خودش آبادی، با خودش رفاه، با خودش خنده، شادی، با خودش انسانیت، با خودش حقوق برابر، این چیزها رو با خودش برده باشه. الان که توی قرن 21 وقتی که مردم به مسئله حقوق برابر و آزادی و آزادی بیان و غیره نگاه میکنن و فکر میکنن و میبینن یه جاهایی، این مسئله بیشتر برجسته میشه. نیروهای بوکو حرام، داعش، طالبان، القاعده، جمهوری اسلامی، حکومتی مثل عربستان، اینا رو همه رو بخواین مورد بررسی قرار بدین ببینین که مردم تو این کشورها دارن چجوری زندگی میکنن. شاه‌ها و حکومتی‌ها تو بهترین وضعیت، تو ناز و نعمت، تو بهترین رفاهیات دارن زندگی میکنن، میخورن و میچپن و مردم توی وضعیت بسیار بسیار فقر و فلاکتی زندگی میکنن. اینکه اینقدر یک کتابی مثل قرآن اینقدر مورد خشم و نفرت مردم واقع میشه چیز عجیب غریبی نیست. حکومت‌هایی که اسم بردم، جریانات اسلامی که اسم بردم، به اتکای همین قرآن دارن خون مردم رو تو شیشه میکنن و مردم رو میکشن، به قتل میرسونن، زندان میکنن، تیکه تیکه میکنن، مسلم میکنن و این حرکات رو به اتکای قرآن دارن انجام میدن. با استفاده از قرآن حق زندگی رو از زن میگیرن، با اتکا به قوانین قرآن و حدیث و غیرهی که توی قرآن و توی اسلام مطرح میشه، زن اگر از زندگی مشترکش راضی نباشه، بخواد طلاق بگیره،
اولا حق طلاق نداره، دوما اگر طلاق بگیره جد پدری اون فرزندی که دارن اگه فرزند داشته باشن ارجحیت داره به مادره، به مادره حقوق نگهداری از کودکش داده نمیشه. دوست عزیز صدای شما روی خطه، بفرمایید. الو بفرمایید دوست عزیز. میخواید صحبت بکنید یا نه؟ قطع شد صدا، تلفن قطع شد، شاید مشکل داشتن. به هر حال میخوام بگم که تو این کتاب قرآن گفته میشه که اگر توی یک جنگی غنایمی گرفتید که این غنایم از کافرا و غیره بود، مال خودتونه، هر جور دلتون میخواد ازش استفاده بکنید. خب داعش اومد یه جایی حمله کرد و از جمله غنایمی که به دست آورد تعداد زیادی زن بودن، مال خودشونه، هر جور دلشون خواست میتونن ازش استفاده کنن. اونجایی که خواستن تجاوز کردن به زنا، دست جمعی تجاوز کردن. اونجایی که خواستن زنا رو مثل حیوان توی قفس نگه داشتن و فروختن. اگر کسی به این کتاب اعتراض بکنه و پارش بکنه، من حق میدم بهش. ما هیچ وقت توصیه نمی کنیم کتابی رو پاره بکنین. برای مقابله با این ارتجاع، پاره کردن و سوزوندن قرآن راه چاره نیست. ما توصیه نمی کنیم. ولی اگر کسی دست به چنین کاری زد، ما نمیگیم محکومه، میگیم اینقدر قوانین مرتجع، اینقدر ارتجاع از سر و کول این کتاب داره میباره، اینقدر از سر تا تهش راجب نابرابری، راجب این که کودک ملک پدرش هست، اجازه دارن کتکش بزنن، اینقدر میگن این چیزا رو که آدم میگه حق دارن مردم بشورن، شورش بکنن علیه یک کتابی که اینقدر چیزای ارتجاعی توش هست. کتابی که میگه به کودک اجازه داری تجاوز جنسی بکنی، حق دارن مردم علیه شورش بکنن. همون جنایاتی که در حق فرخنده روا داشته میشه، همون جنایاتی که در حق هر انسانی که مخالف حکومت هست روا داشته میشه، فتواهای قتل کاریکاتوریست ها، فتوای قتل انسان هایی که نویسنده هستن، نقد میکنن قرآن و کتابای محمد و غیره رو، اینا همش از همین چیزا نشأت میگیره. و مردم حق دارند که علیه این ارتجاع شورش بکنن و نخوان. حق دارن که نخوان. راه مقابله با این چیزا چیه؟ راه مقابله با این هستش که از جنبش هایی که وجود داره، که هست، که اعتراض میکنه به این ارتجاع، حمایت بشه، همبستگی ایجاد بشه. راهش این هستش که شما مردمی که به تنگ اومدید و براتون کسر شأن هست که تو قرن 21 بگن شما برابر با انسان بغل دستید نیستی، اینه که متشکل بشی. دوست عزیز صدای شما روی خطه، بفرمایید. سلام، سلام مجدد. یه نکته شما اشاره کردین، من لازم دونستم بهش اشاره کنم. بفرمایید. این که راجع به قرآن شما صحبت میکنید، ببینید یه جمله ای من بگم: ای دین، چه کارهای خلاف دین که به نام تو نشده و نمیشود. این کسایی که در رأس کارن، ملاهایی که رژیم ایران اداره میکنن، حاکمیتن، یا گروه بوکو حرام در نیجریه میکنه، یا این داعشی که جنایتی که در عراق میکنه، یا طالبان در افغانستان میکنن، اینا به اسم اسلام میکنن. شما ببینید در قرآن ما آیه، همونطور که سوره آیه عقل داریم، سوره طلاق هم هست. نه. یعنی این امکانات به انسان میده که اگه توافق نکنی از هم جداشیم، حتی حقوق هم به هم به طرفین داده بشه. اگر اینا اجرا نمیشه، اینو به حساب دین نذاریم، به حساب اون افرادی بذاریم که قانون رو دارن توجیه میکنن. یعنی چطور من اینو به شما توضیح بدم؟ بله. اینها قرآن و وسیله قرار دادن. بله. برای به قدرت. خیلی ممنون دوست عزیز، پایان برنامه‌مون هست، یک تلفن دیگه رو خط داریم. من مجبور میشم خواستم از شما خواهش کنم که به باورهای انسان‌ها
شما چیز نکنید، توهین نشه. چرا؟ بله بله، خیلی ممنون. به باورهای انسان بارها و بارها گفتیم، به باورهای ارتجاعی انسانها احترام نمیذاریم، ولی به انسانها احترام میذاریم و تلاش میکنیم که اون انسانها این باورهای ارتجاعی ضد انسان و ضد بشر رو قبول نداشته باشن، بذارنش کنار. و توی بگین توی از توی قرآن دارن استفاده میکنن، از دین دارن استفاده میکنن، از صدر اسلام. محمد که مسلمان بوده دیگه، اون که از دین استفاده نمیکرده که. محمد با دختر بچه 9 ساله ازدواج میکنه. محمد فرمان میده، میگه که اشکالی نداره، زنانی رو که به عنوان غنایم جنگی به دست آوردین مال شما هستن. محمد داره میگه اینو، خمینی که فقط نگفته اینو، محمد داره میگه اینا رو. چیو میخواین توجیه بکنید شما؟ دارن به اسم دین دارن کلا سر مردم میذارن؟ به اسم دین؟ دین خودش سر تا پاش کلاهبرداری و ارتجاع هست. از چی شما دارین دفاع میکنید؟ مردم الان در قرن 21 عمل کرده دین رو دارن با گوشت و پوست خودشون توی بخش مهمی از دنیا دارن تجربه میکنن. بستشونه دیگه. حالا میخواد یه دین یه ذره مدرن تر بیاد؟ دین اوکی مدرن برای شخص آدما باشه، تو پستوهای خونهشون برن انقدر نماز بخونن، شبانه روز بشینن دعا بکنن، ولی قوانین ارتجاعی دین باید دستش از زندگی خصوصی مردم کوتاه بشه. دین باید از آموزش و پرورش جدا بشه. همه جای دنیا، توی ایران مشخص، توی افغانستان مشخص، باید دین دستشو کوتاه بکنه از زندگی خصوصی مردم. نمیخواین بشینیم دوباره بگیم که اینجا به اسم دین کلا سر مردم گذاشتن، به اسم دین کشتن، به اسم دین. مگه نمیگن علی با شمشیرش روزی 700 نفر رو از تیغ میگذروند؟ علی دیگه مسلمونه دیگه. از علی مسلمون واقعی تر کیو میخوای پیدا بکنی؟ کدوم یکیشون رو پیدا میکنی که بگی یک ذره؟ شما میگین آیه طلاق گفته، آیه نمیدونم عقدم گفته. کدوم زنی تو کدوم دین اسلامی حق داشته که بگه نمیخوام با همسرم زندگی بکنم؟ مگه نه اینکه باید بره کلی آیه و قسم بخوره که شوهرم یا معتاده یا کتک میزنه یا نمیدونم مشروب میخوره، باید اینا رو بره ثابت بکنه دیگه. کدوم زنی اومده گفته که طبق فلان آیه قرآن همسرم رو دوست ندارم، میخوام ازش جدا بشم؟ و بهش گفتن بله بله بفرما بفرما میتونی بکنی. دوست عزیز برو این باورهاتو بذار برای خودت. به باورهای مردم، من به باور ارتجاعی مردم احترام نمیذارم. توصیه میکنم شما هم نذار. هیچ کس به باور ارتجاعی هیچ کس نباید احترام بذاره. ولی ما میگیم که باید راهش باشه که نقد بکنیم همدیگر رو، باید راهش باشه که بتونیم راجبش حرف بزنیم. و انسان ها محترمن، به انسان ها باید احترام گذاشت، به انسان ها باید باور کرد، انسان ها نه عقاید ارتجاعیشون. خب دوست عزیز، دوستان عزیز، از همگی شما بسیار بسیار سپاسگزارم که همراه بودید با برنامه امشب ما. حتما مردم افغانستان و مردم مدرن و مترقی دنیا همبستگی شما رو ارج میذارن و قابل احترام هست براشون، همینطور که همبستگی شما با مردم افغانستان برای همه ما قابل قبول، انسانی و محترم هست و احترام بهش میذاریم. امیدوارم که در برنامه‌های بعد باز هم راجع به این موضوعات صحبت بکنیم. راجع به یه نکاتی که دوستانمون گفتن که خوب راجبش برنامه بذاریم، حتما راجبش میگیم. راجب اعدام، راجب معضلات و مشکلاتی که مردم باهاش درگیر هستن حتما راجبش صحبت میکنیم و در برنامه‌های مختلف بهش میپردازیم. در پایان برنامه باز هم اجازه بدید راجب کمک مالی به تلویزیون کانال جدید بگم. همینطور که میدونید تلویزیون کانال جدید تلویزیونی هستش که به هیچ دولتی وابستگی نداره، بنابراین هزینه بسیار سنگینی رو که متقبل میشه ماها باید بپردازیم. ماها که فکر میکنیم تنها رسانه‌ای هست که صدامون رو منعکس میکنه، تنها رسانه‌ای هست که از حقیقت میگه، تنها رسانه‌ای هست که صدای حق طلبی هست و تنها رسانه‌ای هست که تلاش میکنه صداهای حق طلب شما رو به هم پیوند بده تا از این صدا
خروش های عظیم ایجاد بشه تا با این صدا ما بتونیم همبستگی های عظیم ایجاد بکنیم، بتونیم در آخر سر تشکل های ایجاد بکنیم که مقابل هم هر گونه ارتجاعی، هر گونه مسئله غیر انسانی و ضد انسانی بایسته و راه حل داشته باشه. در پایان فقط میگم که تلاش ما این هستش که به این باور برسونیم مردم و خواستها و مطالباتمون رو که دین باید از دولت و از آموزش و پرورش جدا بشه. خب دوستان عزیز، من سیما بهاری با همکارانم سیامک و هادی موسوی برای شما ساعات و لحظه های خوبی آرزومندیم. شاد و سربلند باشید و ادامه تعطیلاتتون خوش باشید و خوش بگذرونید. شب و روز شما بخیر.